سلام شهرزاد خانم، صدا منو میگیرین شما؟ سلام سلام، حال شما؟ بله بله، خوب هستین؟ خیلی متشکرم. پس من نمی‌سازم. متشکر از شما، ممنونم. پس ما برنامه رو شروع می‌کنیم. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم. سلام به همه هموطنان عزیز، من حسن بوجران هستم. باز افتخار دارم روز دوشنبه 22 اپریل سال 2019 میزبانتون باشم و در اختیارتون باشم که درس قسمت دوم ورکشاپ 271 رو براتون ارائه بدم امروز. البته این درخواست خیلی زیادی بود بعد از هفته پیش که ما قسمت اول رو انجام دادیم. میخواستیم یک فاصله بذاریم، یک بریکی، ولی گفتن که علاقه دارن که قسمت دومش هم ادامه بدیم. البته من یه خلاصه از هفته پیش براتون ارائه میکنم اینجا که بتونیم ادامهش بدیم. همطور گفتیم ما هفته پیش، ما نیاز داریم به یک سیستم ارتباطی که در زمان صفر بتونه انجام بشه، وگرنه گفتیم بشر در فضا ایزوله میشه، چون که میخواد بدونه که خانواده‌اش چجوری، همه چی خوبه، این رابطه رو ما داشته باشیم. و گفتیم که سیستمایی که ما داریم الان دیجیتالی هستن، اینا خیلی محدودن و نمیتونن در اون شرایط اینا عمل بکنن. و ما اصلا همیشه احتیاج داریم که با بقیه روح‌ها در تماس باشیم و با روح خالق هم همینطور. و یاد گرفتیم که سیستم‌های مغناطیسی و جاذبه‌ای طبیعتاً خود اینا سیستم‌های رابطه‌ای هستن، چرا که اینا ذاتاً بیرون میدن انرژیشونو یا همون میدان‌های مغناطیسی و دائماً دریافت میکنن و با قدرت‌های مختلف، که خود این میشه چی؟ یک سیستم ارتباطی. و در درس‌های گذشته دانش و تکنولوژی ارتباطی جلو چشم ما بوده. ما اینا رو توی درس قبلی می‌دیدیم، ولی ما چشمای ما به اونا باز نبوده و ما اونا رو نمی‌دیدیم. ما همونطور گفتیم در این سیستم‌ها، در سیستم‌های سلامتی ازش استفاده می‌کردیم، از سیستم‌های ماده درست کردن، سیستم‌های انرژی و سیستم‌های تمام سیستم‌های دینامیکی که توی پلازما ما استفاده کردیم و کاربرد داشتیم، این سیستم ارتباطی صفر زمان وجود داشته که ما ندیدیم. این سیستم ها از هر جهتی که احتیاج باشن اینا انرژیشون رو میدن و همونطور که احتیاج داشته باشن میگیرن، که ما توضیح دیم که در پلازما اونی که قوی تره به ضعیف تر میده، ضعیف تر به قوی تر، و این ارتباط همیشه برقراره. و ما تو پلازما یکی این که میخوایم انرژی رو کانسرو بکنیم و این خود چیز پلازماست، اسانس و بنیان پلازما هستش. و دیدیم که یک مخرج مشترکی بنابراین بین تمام سیستما وجود داره. همین سیستم هم در بدن بشر هست. همونطور که بشر، ما با افکارمون گفتیم که بیماری‌ها رو به وجود میاریم و در کارهایی که دیگه میکنیم، در خوابمون که میبینیم، اینها ما این را یک مخرج مشترکی ما داریم، همونطور که میدیم و میگیریم و بین ارگان‌های بدن هم اینو ما دیدیم. وقتی روح شما انرژیش رو انتقال یا اطلاعات رو به قلب انتقال میده، شخصی که کنار شما ایستاده اون اطلاعات رو در قلبش نمیگیره. پس این اطلاعات ما محدود کردیم فقط چی؟ به خودمون و به کسی دیگه نمیاد. این سیستم خود بدنه. و گفتیم احساسی که شما در مغزتون مثلا در رابطه با نگرش و بینش قلبتون یا بود فیزیکی که دارین، گفتیم بعضی موقع این افکار، این احساساته که باعث مثلا سرطان و مریضی میشه. گفتیم این انرژی ما باعث سرطان در همسر و فرزند ما نمیشه. و میگه پس برای من این یک ارتباط زمان صفره و همیشه جزء زندگی ما بوده. پس برای من این میبینیم باز یک مخرج مشترک با روح بقیه مثل مادرمون و پدرمون، این مخرج مشترک ما داریم. حالا آیا بشر میفهمد که از طریق روحش میتواند با روح‌های بقیه ارتباط برقرار کند؟ حتی چون ما انقدر درگیر بودیم با فیزیکالیتی، اینو ما بهش ملموس نبودیم. حالا چطوری میتونیم به یک نقطه تنظیم ویژه با همه روح‌ها ارتباط برقرار کنیم؟
یکی از چیزایی که اشاره کردیم بود که وقتی بشر خالص می شود در کار فیزیکیش یا فیزیکالیتیش، اون موقع است که نزدیک میشه به عضو شورای جهانی. یعنی آدم با جدا شدن یا فاصله گرفتن از فیزیکالیتی یا خواسته های یا به فیزیکی خودمون بخوایم تغذیه بدیم و خواسته فیزیکی رو ما بخوایم اجرا بکنیم، وقتی که ما جدا میشیم خودمون رو خالص میکنیم و این باعث میشه که در واقع نزدیکتر بشیم که به عضو شورای جهانی بشیم و در آن زمان شما صدای موجودات دیگر جهان رو میشنوید که این گفتیم در واقع این ترفیع و ارتفاع و بالا رفتن روح بشر است. ما این تکنولوژی رو میدونیم همانطور که در آغاز در رحم مادر در ما جاسازی شده که این اولین هدیه بوده که به بشر دادن. مادر از طریق احساس روح با نوزاد متصله، اون با ما صحبت میکنه و گفتیم در آرنه روح ما که مثل ضبط صوت میمونه در روح بشر که صداها رو همه رو ضبط میکنه، نه اینکه اون رو ضبط میکنه، حتی این صدا برای چی هست. و گفتیم شما در خواب که با مادرت فرض کن یک خوابی داری، گفتیم به مثلا به مادرت مرغ تعارف میکنی، مادرت میگه چه آشپزی قشنگی، چه مرغ خوشمزه‌ایه، ولی گفتیم که نه مرغش بوده نه آشپزیش بوده، ولی چجوری که مادر این تصویر رو گرفته نسبت به اونم جواب داده، این چجوری بوده. خب پس اینا همش میاد تو همون زمان سه. چیزی که هستش ما گفتیم گفتیم تازه روح چشم نداره. خب و چشم روح در واقع یا حرکت روح خیلی سریع‌تره، توی لاین خیلی سریع‌تر حرکت میکنه. و یک نکته که در درس قبل بود این بود که همه ما در کشتی مغناطیسی دنیا و در اقیانوس میدانهای مغناطیسی اون داریم پرواز میکنیم. و اگر متوجه باشیم کشتی آب اقیانوس و حمل آن از یک چیز ساخته شده است و از هیچ چیزی جدایی ندارد. در واقع بین حمل و حامل اینا همشون یکی هستش، چون وقتی که ما دنیا رو به صورت میدانهای مغناطیسی میایم اینا رو میبینیم، تمام کره، تمام کهکشان ها، هر چی که وجود داره، وقتی اینا به عنوان میدان مغناطیسی میبینیم در واقع میبینیم که پس همه اینا یکی بوده، فقط شکلشون عوض شده. اون میدان مغناطیسی که ضعیف‌تر شدن در به زمین که رسیدن، در محیط زمین، در میدانهای مغناطیسی زمین تبدیل به اون ماده شدن که ما چشم ما تونسته ببینه. و گفتیم چشم ما خیلی سرعتش خیلی کمتره. خب و گفتیم ما بخش از سیستم ارتباطی رو وقتی که یه قسمتش رو درست میکنیم، یه قسمتش در واقع خود این بخش هم جزء خودش میشه که برمیگردیم به اون کشتی و حملش و اقیانوس که همش یکیه، که این مثلا در سیستم های دیجیتالی اینجوری نیست، یکی نیستن. برای من چیزی رو که ما فکر میکنیم حمل و حامل است در واقع کلیت هم هست، چون همه چی به هم دیگه متصله. سو اگه اینو بفهمیم میتونیم روحمون رو به قدرت های مغناطیسی مختلف در سراسر دنیا منتقل بکنیم و سپس اون روح رو در ارائه فیزیکی در نقطه مقصد تبدیل کنیم، منیفستش بکنیم. به یه طریقی شما داد میزنی، فریاد میزنی و پیغام میفرستی. مادر دوستت دارم. این صدا حامل روح شما هست. من میخوام اونجا باشم در زمانی که روح میرسد، نه اینکه منتظر بشید که روح به اونجا برسد. اینه که گفتم این جمله یک فهم کلی دنیای خلقت رو داره. خیلی مهمه که آدم اینو بتونه درکش بکنه. این احتیاج به فهم مرحله حمل و نقل ارتباط زمان صفر و مکان صفر در وجود روح بشر داره. اگه ما بفهمیم اون موقع میتونیم ببینیم که چطوری بعضیا چشم فیزیکی در دو مکان آشکار میتونن بشن، آشکار میشن. اونهایی که به این دسترسی پیدا کردن و ازش میتونن ردشن و گفتیم درد عمیق در این معناست که اونها خیلی میگیرن و همانطور میدهن چیزی را که دارن، که ما به این
رو نقطه جدا شدن روح بشر از فیزیکی میبینیم، یه نقطه جدا شدن شه این درد. اما اگر بشر در همان زمان به نقطه مهم خلقت خودش برسه، احتیاجی ندارد که نقطه جدایی رو داشته باشه و از همان مرحله نقطه تبدیل رو میتونه انجام بده. چون وقتی ما به اون فهم برسیم، به اون دسترسی کنیم، اون موقع است که میتونیم، احتیاج به جدایی نداریم، به اون درد نداریم، میتونیم خودمونو در جاهای مختلف منیفست بکنیم. به این معناست که همچنان که از بُعد فیزیکی جدا میگردیم، فیزیکالیتی، بشر هیچ کار خطایی نمیکنه. پس برای وقتی که ما هرچی از بُعد فیزیکی جدا میشیم، کارمون کار خطا نمیکنیم، اعمالمون درست میشه، کردار درست میشه. از اون ماست که روح بشر به فیزیکالیتی بشر تغذیه میده و خوشنودش میسازه. حالا اون احتیاج میتونه گفتیم گرسنگی باشه، عشق باشه یا هر چیز دیگه. سوالی که پیش اومد این بود که آیا بشر تا قادر خواهد بود که از این مانع فیزیکی رد بشه و از طریق قدرت و استحکام روحش به سراسر دنیا سفر کنه؟ جوابی که ما گفتیم آخر، گفتیم یک امر خیلی ساده ایه و این ساده است، ولی برای اونهایی که اینو بفهمن. این در واقع خلاصه ای بود از این جلسه اول که براتون گفتم. حالا میتونیم بیایم دنبالش رو، قسمت پارت بیش رو ما دنبال کنیم. اگر یک ثانیه اجازه بدید من شیر بکنم به ورکشاپ 271. در درس‌های زیادی من به این یک داستان ساده رجوع کردم و اون اینه که در سیستم‌های داینامیکی که ذاتاً درشان روح هست، به خاطر سیمپیچه مسی یک محدودیتی رو دارن. بنابراین من برای شما میخوام یک خبر بد رو بیاورم. مس در داخل شکل و بافت ماهیچه بدن نشسته. آیا این زنجیر پای بشره که روی بشر را قادر باشد آزاد کند؟ همانطور که میدانهای داینامیک سیمپیچی مسی و روح با یک میدانهای بخصوص و محدود زنجیرهای اصیل بشر را به وجود آوردند، آیا این سیمپیچه مسی که با بافت ماهیچه بشر درست شده، زنجیر اسیر روح است که بایستی از وجود فیزیکالیتی یا این کره آزاد شود؟ حالا من یه خبر خوب و یه خبر بد برای شما دارم. جواب اون بله. خبر خوب اینه که شما مسئله رو میدونید چیه. بد نیوز اینه که حالا باش چه کار میخواید بکنید. آیا بشر به دانش فهم جهانی به وجود خلقت حرکت میکنه که بدون توجه از تشکیل گنس بدنش بتواند به عنوان یک بخشی از خودش این فیزیکالیتی رو در کلت در بر بگیرد که هیچ فعل و انفعالی با جهت حرکتش در سفر به ابعاد مختلف در عمق دنیا ندارد؟ برکت به روحایی که این رو می فهمند.
شما می ترسیدید که از سیم پیچ مسی که شما را پرواز دهد. حالا می فهمید که من برای مدت زیادی به شما این را اشاره کرده بودم و این را خیلی وقت پیش و خیلی از شما می بایستی حد زده باشید. خیلی وقت پیش و چندین بار من را گفتم بافت ماهیچه قرمز بشر به مس متصل است. حالا می‌بینیم که بشر با ماشین که برای پرواز ساخته هیچ فرقی نداره. به خاطر محدودیتش خودش را اسیر ساخته. روش‌های بسیاری چرا مس در این کره؟ ما فکر می‌کردیم که ما به آهن متصل هستیم. یه قدم بیاین بالا و یه قدم بیاین پایین. حالا میبینید که چرا ما با بافت مایچه‌مان به مس متصل هستیم و در بعد حمل و نقل روحش به همسایه‌اش آهن متصل است. آهن 56، شما تفاوت رو میفهمید. دوباره زندگی بشر اسیر است. دوباره از طریق زیر مجموعه میدانهای دنیا که بعد شش گوشی دارد. حالا چطوری این یکی رو درست میکنید که خط بشود به گرفتن دیگری که به وسیله هر دوشون انتقال روح بشر را به وجود آورد؟ فهمیدن این داره ساده تر میشه. چرخه خلقت فیزیکالیتی بشر و چرخه خلقت روح بشر. و سپس این را میفهمید که چطور زندگی فیزیکالیتی شما در بعد جهت حرکت خون بشر که خط ارتباطی با روح بشر شده است. در یک ثانیه کوتاه و در یک دقیقه ما راز وجود بشر را باز کردیم و آن خط ارتباطی با درون خودش با بقیه جامعه جهانی هست. چطور طول می کشد که بشریت این دانش را متوجه بشود؟ بستگی به قدرتش دارد که تلاشی را که برای جنگ یا تلاشی را که برای صلح می گذارد وقت بیشتری را برای هر چیز دیگری که بگذارد که احساس بشر را به طرف خلقت زندگی و خالق توسعه بدهد که در مخرج مشترک به روح بشر متصل است. دانش خالق را شما در هیچ زمانی سیب زمانی میتونید دانلود بکنید. آیا وقت دارید که در بعد فیزیکی بشر آن را در هیچ زمانی انجام دهید؟ پس برمیگردیم که آیا روح خالق زمان و مکان دارد؟ یا تأیید وجود روح بشر کلیت نزمانی و نمکانی خلق خالق را نشان میدهد؟ ما
من تعجب میکردم اگر بشر این رو به سادگی میفهمید، اگر او راکتور فضایی بدون موتور درست نمیکرد. سپس بعد فهمیدن میاد که در بودی حرکت کردیم، چیزی که ما بهش سیستم دینامیکی بدون موتور میگوییم. آیا اجازه میدهد ما همان بود روح بشر را در این سیستم جدید درست بکنیم؟ جایی که در حقیقت از طریق توسعه این سیستم ها و فهمیدن مرحله، ما یک سیستم ارتباطی برای روح بشر و بقیه دنیا به وجود آورده ایم. اونایی که با من مشغول به این بودن حالا پیغام را می فهمند. وقتی مریض دکتر رودریگو رو در بین فرم این سیستم قرار می دهید، آیا شما در حقیقت فیزیکالیتی را حرکت می دهید یا روح فیزیکالیتی را ارتقا و افزایش می دهید؟ آیا روح شخص را افزایش می دهید یا ارتقاء روح شخص با روح فیزیکالیتی شخص فعل و انفعال ایجاد می کند؟ خیلی داره عجیب میشه که یک دکتر در بعد فضا باشید. حالا خیلی از شماها بایستی فهمیده باشید که در فضا رفتن و تنها بالا رفتن و داشتن یک جعبه که یک خانه کوچک که حالا در فضا هستم او را سفینه فضایی صدا بزنید، که حالا من از سفینه زمین خارج شدم که در درون اون سفر کنم. حالا ما بیشتر احتیاج داریم که بفهمیم. حالا ما در عمق بیشتر بایستی کلیت دانش بشر رو بفهمیم و در روش‌های بسیاری ما احتیاج داریم که قادر باشیم به تبدیل کردن هر چیزی که ما احتیاج داریم، طوری که احتیاج داریم، چطوری انجام بدهیم. و در چه مرحله خودمان را در آن پیدا کنیم؟ آیا بشریت به فهم حقیقت خلقت خودش آماده است؟ آیا بشریت به اندازه کافی بالغ شده که بفهمد که وجودش چیزی جز یک سراب نیست؟ آیا بشریت آماده است که روح بشر را به بعد واقعی وجود از شرایط ماده این سیاره به دنیا ببرد؟ در درس‌های گذشته من یک چیز جالبی رو توضیح دادم. ممکنه بعضی از شما که می‌فهمید در سفرتان در فضای دنیا یک قدم جلوتر بردارید و اینکه و اینه که من در درس‌های اخیر خیلی چیزها رو توضیح دادم و این چیزهای زیاد اسرار زیادی دارد که حالا من برای شما به بُعد واقعی می‌آورم. از کجا شروع کنم؟ چه
چطوری به شما به عنوان نژاد بشر توضیح بدم جایی که مشکل شما نشسته؟ اجازه بدهیم بگیم این خورشیده. و این زمین. در درس‌های من در زمان گذشته من یک چیزی را به سادگی توضیح دادم. فعل و انفعال میدان‌های زمین و خورشید اجازه به وجود میدان‌های بسته‌های کربن، هیدروژن و یا هر چیز دیگری شده. و سپس وقتی این قدرت میدانهای پلازمایی می توانسته قدرت طلا، نقره یا و با تماس با انرژی این کره به چیزی که ما دیده ایم که بهش وجود ماده می گوییم، اون طلا شده یا نیتروژن یا هر چیزی دیگری تبدیل شده. بنابراین شما ملموس بودین و فیزیکالیتی رو دیده این. حالا اجازه بدین اسما رو عوض کنیم. بگذارید ببینیم بشر کجا میره. شما خورشید را با اسم خالق عوض میکنیم. عوض و روح زمین را نگه میداریم. سپس فعل و انفعال روح خالق و فعل و انفعال روح سیاره زمین با به وجود آوردن ابعاد میدان‌های انرژی جهانی و با فعل و انفعال انرژی سیاره زمین منجر به خلقت بشر شده. فیزیکالیتی قابل ملموس چیزی را که به او گنس می‌گوییم. سپس شما حالا میفهمید که چطور روح بشر با فعل و انفعال با روح این سیاره منجر به خلق روح که بود فیزیکالیتی میده و در بود فعل و انفعال انرژی این سیاره. سپس شما میفهمید چرا که در کتاب آسمانی گفته شده من بشر را به شکل خودم ساخته هم همچنان که از میدانهای روح من خلق شده. شما همیشه به فیزیکالیتی هستی نگاه کرده اید و نه به بنیان حقیقی خلقت. بشر خیلی با فیزیکالیتی خودش درگیر و هیچ وقت نفهمیده اگر آهن در من وجود داره من نمیتونم اون رو بردارم و مثل میخ به دیوار بزنم. اما قسمتی از میدانهای خلقت میشه در رابطه با بود فیزیکی انرسیا و میدان مغناطیسی روح این سیاره که انتقال فیزیکی را به من میدهد. پس اگر این را بفهمید بشر میتواند سراسر دنیا سفر کند. همچنان که زیبایی روح خالق یک جور در سراسر تمام دنیا می درخشد. پس شما وقتی خانه جدید خود را انتخاب می کنید
قدرت میدان آن و فعل و انفعال آن انتقال حاضر آن را در قدرت میدانهای آن نقطه می دهد. چقدر دیگه من میتونم به شما درس بدهم؟ در تمام درس‌های گذشته من به این رجوع کردم که حتی زمین روح داره. حالا میفهمید معنای حقیقی روح چیست؟ فعل و انفعال روح بشر با روح خالق که انتقال میکند و منجر به انتقال روح بشر و با فعل و انفعال با بُعد فیزیکی باعث به فیزیکالیتی بشر کنونی. روح می تواند خودش را بر طبق قدرت و موقعیت از روی خلقت انتقال بدهد. من هم شروع هستم و هم آخر. من پیغام خلقت را از خود خالق هم می کنم و نه در موقعیت و بُعد وجود. ما امکان دارد چشم بشر را به وجود حقیقی، بُعد حقیقی فیزیکی زندگیش، یکی از فیزیکالیتی و یکی از روح بشر باز کرده ایم. جایی که هر دوتا ملحق می شود. بشر مغشوش هست که در کدام بُعد او وجود دارد. حالا چیه این مکان و زمان و آیا بشر هنوز در بُعد وجود خودش مغشوش است؟ از روش‌های بسیاری وقتی به دنیای دانش امروز گوش میکنین میگن ما 99% آمینو اسید و همان جینوم مثل موش و گربه هستیم. سپس حقیقت میاد که به عنوان روح دنیا چقدر با روح بقیه خلقت شبیه هستیم. جایی که در مخرج مشترک فعل و انفعال روح خالق را داریم. حالا شما بنیان خلقت را میفهمید؟ این هست وقتی که دروغ میگویی من داخل تو را میبینم. وقتی خیانت میکنی من داخل تو را میبینم. و وقتی که صمیمانه من داخل تو را میبینم. همچنان که من از میدانهای خالق درست شده هم و بخشی از تو هستم و مثل خالق هستم. بستن چشم‌ها به این معنا نیست که حقیقت را نمی‌بینم. همچنان که روح خالق چشم احتیاج ندارد. این خالق روح خود بشر است. حالا یکی از بزرگترین رمز خلقت بشر را در این صفحه داریم. چقدر برای بشریت طول می‌کشد که این را بفهمد؟ بفهمد چطور بشر می‌تواند سفر کند نه به سراسر فیزیک این دنیا بلکه به بُعد روح خلقت. پس اگر این را بفهمید چطور چقدر طول می‌کشد که به روح خالق برسید؟ یا در بنیان روح خالق همان روح بشر است؟ این زیبایی دانش است که بفهمید.
هیچی عوض نشده. از صفحه اول از کتاب فقط چند تا اس و چند تا الفبا رو عوض کردیم. اما در اسانس خلقت، بشر در بعد روح، خلقت خود، روح بشر در بعد بشر است. موضوع موقعیت آن هست که فیزیکالیتی را می دهد با اسانس خلقت روحش. من هم شروع هستم و هم آخر. اما کجا آخر شما تمام می شود و کجا شروع شما آغاز می شود؟ کلیت اسانس خلقت فهمیدن خلقت است، نه نگاه کردن به خلقت. من هیچ کاری با روح فیزیکالیتی ندارم. در حقیقت من مجبورم در روح فیزیکی وجود داشته باشم که بتوانم بشر را در سراسر خط خلقت ببرم، برای او که خودش را بفهمد، نه برای خالق که در نقطه حالای بشر باشد. اینجا آقای کشت میپرسن که اگر سوالی هست. البته یک سوالی میاد از بنت که این سوال من براتون، سوال شیش رو میتونم براتون میگم و جوابش هم ادامه میدیم. من لذت زیادی بردم با دوباره خواندن کتاب سوم و مطالعه کردن آن. به فهمیدن نارسی که ورکشاپ کمک کرده. حالا یک سوال دارم. چیه که تعیین میکنه یک فرو ریختن نیوترانو به اتم هیدروژن یا به گنس هیدروژن تبدیل شدن؟ در کتاب دوم، چت دوم، تبدیل از اشعه نور به گنس ماده، و برای من به نظر میرسه که این شبیه آن چیزی که صحبت میکنید. احتمالا شما جواب این سوال را یا از این موضوع یا به این موضوع اتصال بدهید. در یک طریقی اگر ماده هیدروژن رو بفهمید، فعل و انفعال با انرژی میدانهای انرژی این سیاره هستش. گنس هیدروژن فعل و انفعال با روح سیاره است و احتیاج نداره که به حالت ماده خودش رو تبدیل کنه. این فرق بین اینا هستش. در روش‌های مختلف که شما گنس خوش رو در دستتون نگه داشته باشید، شما متوجه بشین، باید اینو می‌فهمین که این گنس رو که تو آبم بذارین هیچ وقت به گنس قبلی دوباره بر نمی‌گرده. هنوز اون رو میتونین تبدیل کنین، اما بایستی به حالت ماده برگردی. این تنها تفاوتش است. در روش‌های بسیاری وقتی که گنس میشه، اون قدرت بود روح ماده را نشان میدهد. در بود چیزی که او را روح خالق صدا میزنید. حتی یک سنگ هم روح داره. شاید برای اولین بار بشر اینو بفهمه.
شما بایستی بدانید که کجا به دنبال روح بگردی و چطور روح بشر را از زنجیر اسیری فیزیکالیتی آزاد بکنید. وگرنه در حقیقت بشر چیزی به غیر از یک سنگ نیست. چطوری شما جوابتون رو پیدا میکنید؟ بشر خودش رو خیلی خیلی زیاد در زندگی فیزیکالیتی تکامل داده. چرا که میتواند لمسش کند. اگر میتوانید، اگر میفهمید و بتوانید از طریق اسانس یک گنس در بودش، در بود روحش گیر بندازینش، من متعجب میشم که به کجا در روی بشر خط شود. ما این رو به طور کامل در مورد سلامتی میفهمیم. شما میفهمید که برای اولین بار چرا از زینک برای احساسات و عاطفه استفاده میکنیم. ما از بس برای فیزیکالیتی استفاده میکنیم و ما از CO2 به عنوان یک خط ارتباطی که هر دو رو با هم نگه میدارد. و در حقیقت زیبایی شیرینی CH3 در بنیان به خط انتقال میدانها در قدرت آمینو اسید بشر در دنیا اجازه میدهد. حالا شما میفهمید من به فیزیک خلقت نگاه میکنم و نه به فیزیکالیتی بشر. وقتی که فیزیکالیتی روی بشر رو میفهمید، شما از فیزیکالیتی بشر به ماده جدا میشوید. به بالغ شدن در زمان و مکان احتیاج دارد. حالا یه سوال دیگه هستش از کازمیر میاد از بلغاریا. حالا سوالیشون رو بهتون میگم. کازمیر میگه ماده فیزیکی از فعل و انفعال میدانهای خورشید یا انرسیه میدانهای زمین به وجود میاد. آیا معناش اینه که ما مستقل بشیم از حالت انرسی ماده زمین؟ دیگه ما احتیاج نداشته باشیم خودمون را به این حالت ماده تبدیل کنیم و قادر باشیم از محدودیت خورشید و زمین به حالت پلاسما وارد بشیم؟ این سوال کازمیره. در روش‌های مختلفی یک چیزی که هست، بشر بایستی بفهمه که احتیاج به توضیح داره و چندین بار در درس‌های زیادی من به این رجوع کردم، به مخرج مشترک. خب اینجا ادامه میدیم. میگیم در جواب آقای کشی در بابت سوال کازمیر بود که در روش‌های بسیاری خلقت بشر رو در رابطه با قدرت میدان‌های حالت ماده این زمین در قسمت گازی
که امینو اسید هست، که همون کوهن امین اسید که رابطه شیمیایی داره که بهش ما همون امین اسید میگیم، خودش رو به حالت ماده‌ای در موجود زنده منتقل میکنن. اگر از این انرژی زمین دور بشیم، هنوز امینو اسید رو در مرحله‌های بالایی میبینیم که ما موجودات رو در این حالت میبینیم در فضای بالا. در همون زمان ما امینو اسید رو میبینیم که بهش بلوک زندگی میگیم. در سراسر این دنیا این یک هدیه به این سیاره نیست. همونطور که خیلی از قبل گفتم، برای شما هیچ چیزی اونجا نیست تا موقعی که عینک های شبینی رو بگذارید. زندگی زیادی در زمینه عقب وجود دارد. به خاطر اینکه شما نمیبینید معناش این نیست که وجود ندارند. حالا بایستی بفهمید که با بینایی روی بشر نگاه بکنید که شبیه بینایی شب است که کاملیت را میبینید. میبینید که وقتی که به بینایی شب را میگذارید، اون شرایط فعل و انفعال میدانها را. بنابراین وقتی با بینایی روی بشر میبینید، پس تنها نور روح‌های دیگر را می‌بینید. بشر راه ساده‌ای رو انتخاب کرده، دیدن از چشم‌های فیزیکالیتی. بنابراین چشم روح را زحمت نمی‌دهد که در زمان تاریکی فیزیکالیتی بشر که بهتر و مؤثرتر ببیند. پس اگر این را فهمیده اید، پس شما فهمیده اید که شما در موقعیت قدرت بالاتر و پایینتر میدانهای خلقت هستید. آیا دوست دارید که اینجا باشید یا دوست دارید که آنجا باشید؟ یه چیزی که هست، بشر بایستی بفهمد و احتیاج به توضیح دارد. چندین بار در درس‌های زیادی ما به این رجوع و به رجوع به مخرج مشترک کردیم. در یکی درس‌ها من به این در خیلی زمان پیش رجوع کردم. ما جاذبه داریم و ما مغناطیسی رو داریم اینجا. شما شاید متعجب باشید که چطور این دوتا کار میکنند. در حقیقت اگر بهش نگاه بکنیم، هر دوشان با یک میدان و وسطشان متصل هستند. یک میدان خلقت هست و هر دوتا در دو طرفش درگیر هستند، که این مخرج مشترک در همان قدرت هست که در هر نقطه‌ای که مهم نیست چه قدرتی، یک چیزی هست و شبیه هست. شما در زمان بشر بهش میگین G1. مهم نیست که کجا می نشیند، در بالاترین نقطه قدرت خلق یا در حد قدرت هیدروژن. بالانس بین این دوتا ثابت است که بین تونل هر دوتا هستند و برای همینه که این هر دوتا با هم هستند. اونها ساقه‌ای دارند. آنها وجود داخلی و در بعد زمان دارند که میتوانند اتصال داخلی داشته باشند. مهم نیست کجایش را بگیرید. خیلی ساده بفهمینش. اگه شما در قطب شمالین یا در وسط دریای قطب جنوب یا دریای چین در ژاپن
و کریبیان همه شما در یک جی هستین. به خاطر اینکه در نقطه که هست در آب جایی که فعل و انفعال هر دو میدان ها حالت ماده مایه را به وجود آورده، پس همان هم اینجا هست. بشر حقیقت خلقت را نمیفهمد و بابت همه چیز کور بوده. شما جواب این را سالهای پیش بایستی میدیدید. آیا در درسای من متوجه شدید که میگویم این را ترکیب هر دو میگوییم؟ حالا میفهمید که از کجا میآید. چقدر ساده. از این ساده تر نمیشه توضیحش داد. در هر قدرت و تحملی امینو اسید میتواند وجود داشته باشد. بستگی دارد به پایه زندگی که شما شروع کرده. اگر شما ماهی در عمق زیاد در دریا یا یک حیوان در بالای هیمالایا، شما یک ماکسیموم مینیموم و یک نقطه تحمل به قدرت دارید. به خاطر اینکه از یک چیز درست شده اید. اگر که ماهی رو در ته دریا بگیریم و اگر شرایط فیزیکی رو در هیمالایا به وجود بیاوریم و اگر حیوان بالای هیمالایا رو در ته دریا و شرایط مناسب برای او به وجود بیاوریم، هنوز وجود خواهند داشت. چرا که مغناطیسی جاذبه مرکزی کره زمین برای هر دو مکان عوض نشده. بشر بایستی سریع‌تر راجع به خلقت زندگی خودش بفهمد، وگرنه شما برای 4 میلیون سال دیگر اینجا خواهید بود. و هنوز نگاه میکنه که یک تمدنی 6000 سال پیش اینجا بوده و بیشتر از ما میفهمیدن، به خاطر اینکه آنها هم نیمه راه فهمیدن و دوباره به عقب برگشتن. در حقیقت اگر یک جی را بفهمید در ابعاد مختلف، وان جی در ابعاد مختلف، در کربن چهارم در داخل اون میشینه و در آن طرفش کربن 12 میشینه و در خط وسط این دوتا هیدروژن به عنوان 0 به عنوان 1G میشینه. این هیدروژن نیست که ما اینو تنها صداش میزنیم، ما رو دیتریوم میخونیم. قدرت کلی میدانهای کربن 14 و کربن 12 در آن نقطه عبور کردن 1G را یا دیتریوم، این به این خاطر من در درس‌های گذشته گفتم که دیتریوم را به وجود بیاوریم به سراسر دنیا میتوانیم سفر کنیم. سوخت جهان است. بستگی به این داره که چجوری ما بچرخونیمش. عوض میکنید با بود فیزیکالیتی یا به بود جهانی هدایت میکنند. این به همین سادگی است. حتی اینجا بنته میگه من فکر میکنم که یه عقیده خوبی باشه که اگه ما دیتریوم رو به یک روش خوبی درست بکنیم. آقای کش میگن گوش کن، دادن یک چوب ماهیگیری به بشر اون بشر رو ماهیگیر نمی کند. آیا میکنه؟ واقعیتش اینه که نه.
اینجا یه سوال میاد از حالا آذر که این سوال من براتون میخونمش. اینجا آذر میگه وقتی که شما دو بشر و دو قلب را کشیدید ما صدای شما را دست دادیم، که اون این چیزی بود که ما داشتیم تو هفته گذشته. حتی آقای کشی میگه که بشر قرار نبود که بشنوه اینو. دومیش اینه که یکی دیگه که سه تا جعبه بود، که یکیش مس که مایچه، یکی که خونه که قلب میتپد، و میایم به یک تصویر دیگر که روح خالق و روح زمین. به خاطر اینکه میدانهای مگنتیک گراویتیشنال همچنین که انرژی رو دست میدهن و در رابطه با نمک این سیاره به آمین اسید میدهد که ما هستیم و ما رو به وجود میآورد. حالا اگه اون سه تا جعبه رو بگیریم و بیاریم اونجا، حالا می توانید رابطه را به آنها بدهین، به آنجا بیاریم؟ این سوال آزاد. شما بایستی اینو به سادگی می فهمید. فعل و انفعال پشت میدان‌ها اگر بهش نگاه بکنید، شما آهن رو دارید، شما مس رو دارید، شما زینک رو دارید. اما یک جای اینجا یک عنصر وجود داره که پایه خلقت بین فیزیکالیتی بشر و روح بشر است، یک نقطه عبور است. بشر هیچ فیزیکالیتی نداره تا اینکه به این نقطه برسه. بُعد فیزیکالیتی ما از اینها میاد و با فعل و انفعال با اینها ما تبدیل به بُعد فیزیکی میشیم. این چیزی که بایستین بفهمید. در درس‌های گذشته، در طول سال‌های گذشته، من این رو چندین بار گفتم. ما کربن داریم، 12. ما نیتروژن رو داریم، ما اکسیژن. 16. ما اینجا سدیم رو داریم، 22. و اینجا ما پتاسیم داریم، کلسیم داریم که تقریبا میشه حدود 40. سپس شما یک گروه دیگری اینجا دارید که حدود 60 هستش. شما آهن دارین، مس دارین و زینک دارین. فیزیکالیتی بشر در بُعد اسانس پروتئین اینجا تبدیل میشه. سپس یه چرخه دیگه دارین که اینجا بعدش ما منیزیوم داریم، سدیم داریم اینجا، و اینجا شما میتونید آمین اسید رو داریم. شما میبینید که چطوری میشینن. شما اینجا سیلیکا رو داریم که حدود 28 میشه. سپس بشر به یک چرخه ادامه میده.
و ترکیب این بسته ها قدم به قدم باعث خلقت روح بشر میشه اینجا. اینجا شما آغاز رو دارید، اینجا شما عامل رو دارین، اینجا قسمت ساختاره، قسمت استراکچر فیزیکالیتی اینجاست، شرایط استراکچر گنز در بعد خلقت. حالا میبینید که قدم بعدی چیه. بروید به درسای من در زمان اولیه. همیشه زندگی شروع میشه با میدانهای مغناطیسی که میشه پلازما. پلازما میشه، بعد میشه میدان. این فعل و انفعال میدانها یک فیزیکه که فعل و انفعال دو پلازما، فعل و انفعال سه تا پلازما شیمیایی رو میده و فعل و انفعال چهار تا پلازما فیزیکی رو میده، فیزیکالیتی بشر رو میده. پنجم و ششم روح بشر میشه. اندازه کافی عجیب دوباره بر میگردیم ما دوباره به اول، دوباره به شروع. نه تنها تبدیل حالت ماده به نانو، به گنس، سپس از انرژی گنس به حالت ماده، حالا تمام چرخه خلقت بشر رو میفهمیم. این اون دلیله که چرا روح بشر منجر به فیزیکالیتی بشر می شود. این اونه که من می گویم که شما احتیاج به کشتن ندارید. شما بایستی بفهمید چطوری فیزیکالیتی بشر از طریق روح بشر غذا می دهد. هیچ تفاوتی نداره. شما مس رو دارید و ازش نانو به دست میارین و از نانو گنس رو به دست میارین و چرخاندن گنس اونا به فعل و انفعال لئون شما طلا و نقره و مس و از انرژیان به ماده برمگین. همچنان روی بشر از میدانهای فیزیکالیتی بشر رو به وجود میآورد. چقدر مشکل است که برای فهمیدن این مرحله. پس چرا بشر میکشد؟ اون خیلی ساده بود. چرا بشر نمیفهمد؟ همچنان که شما از مرحله جدید دانش، شما صحبت از سیلیکا می کنید. چرا موقعی که سیلیکای بیشتری دارید شما کنسر کمتری دارید؟ بیا اینجا رو ببینید، شما بود فیزیکیلیتی رو جدا می کنید. شما بود فیزیکالیتی رو به نقطه تبدیل متصل میکنید. همش همینه. هیچ رازی درش نیست. این خیلی ساده هست. نگاه کنید. این خیلی ساده است. هیچ جوری دیگه نمیتونم انجام بدم. نیتروژن 14، سیلیکا 28، این 42، 56،
دیگه چی میخواید ببینید؟ این بود فیزیکالیتی رو کانکت میکنه به بود فیزیکالیتی و یکی دیمنشن بود روح رو متصل میکنه. خیلی ساده، خیلی ساده. خب اینجا من بحث میکنم قسمت دومو. ما از شروع کردیم خیلی ساده و دوباره به خیلی ساده دوباره ختم کردیم. حتی امیدوارم این بازگویی قسمت دوم 271 ورکشاپ 271 براتون قابل فهم بوده. من سعی کردم تا اونجا که میتونم کلمات آقای کشیر و صحبت ایشون رو به فارسی بتونم بیان بکنم در هر چقدر که میتونستم. حالا فارسی منم با یه مقدارش با گوگل ترنسلیت سری کلمات بوده و امیدوارم براتون خوب بشه. اگر سوال چیزی دارین قسمتاشو میتونیم دوباره بیایم و اینا رو باز بکنیم و سرش صحبت بکنیم. شهرزاد خانم شما کسی سوال دارین که حتی ایشون از میکنم از توی پنالیست افتادن بیرون؟ اینجا خانم محمدی رو نمی‌بینم. خب آقای علی صبحی شما رو من صدای من خوما میگیرین؟ آقای صبحی من شما رو پنلیست میکنم که سوالتون رو بگیم. سلام آقای صبحی، بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب آقای بوجلان. خیلی متشکرم. همیشه مزاحمتون میشیم، همیشه سوال میکنیم. جناب آقای بوجلان، تو این قسمت که خانم دکتر سوال کردن، میتونی این قسمت رو برامون بیشتر باز کنی؟ چون یه جوری برامون گنگه. درست. البته شما یک ورکشاپی بود سر کربن 14 صحبت کردن آقای کش، کربن 14. که ما کربن 12 داریم، کربن 14 داریم. مقدار کربن 14 خیلی کمه در مقابل اینا، که البته دانشمندا فکر میکردن این نیتروژنه. و چیزی که آقای کش گفتن که 14 کربن 14 در واقع روح بشر اون کربن 14 رو داره. خب و بین کربن 14 و 12، پس شما اگه دیتریوم رو بیاین مثلا زبدر 7 بکنین کربن 14 رو میده. پس برای اینا مشتقن، یه حالتی مخرج مشترک. شما حالا اگه کربن 14 رو بگیرین زبدر 2 بکنین میشه 28. خب 28 چی میشه؟ سیلیکا میشه. باز اگه نگاه بکنی 28 56، این میشه خط روح. خط روح هستش. بعد اون خطای دیگه، اون خط چی هستش؟ خط فیزیکالیتی. و اونجایی که آقای کش اومدن قسمت مغناطیسی رو گفتن، ما مغناطیسی داریم، جاذبه‌ای داریم و بین اینها خب یه خطیه که گفتن بهش یک جی، که گفتش که اون در واقع چی هستش؟ هیدروژنه. ولی گفتن هیدروژنه
که ما بهش میگیم هیدروژن یکی، نه هیدروژن دو که اون میشه دیتریوم دوباره. خب این در واقع موقع که فیزیکالیتی و روح بالاخره با هم دارن تماس دارن، اونجا اون خط، اون خط عبور اون دیتریومه که ما بهش میگیم صفر. یا اینه که ما باید متوجه بشیم که منم گفتم ماها یه مقدار مغشوش هستیم که نمیدونیم ما فیزیکالیتی هستیم یا روح هستیم، ولی چون این خط بین اینا، این دوتا دائما دارن چی میشن؟ انتقال پیدا میکنن یا منیفست میشه. خب مثلا خود وجود خود ما در واقع چیه؟ ما نمیدونیم آیا ماده ایم یا پلازما هستیم. خب اون خط بین این دوتاست که وقتی که ما اینو بفهمیم و اینا هم که صحبت میکنیم سر صفر زمانی و صفر مکانی، ما اینا رو احساسشون میکنیم، چیزهایی که برامون به وجود اومده ولی مثلا اینا رو بهشون نگاه نکردیم. مثلا خوابی که شما میبینین، تماسی که دارین با بقیه، یا مادر اون الهامی که میشه از بچهش و شما همون الهامی که از مادرت میشه، تمام اینا رو که ما احساس میکنیم اینا رو بهش توجه نکردیم که ایشون آقای کش اینا رو دارن توضیح میدن که ما بتونیم به این بیشتر واقف بشیم. چیزی که من ازش فهمیدم اینه. حسن جان من اینو توضیح میدم براشون. ببینید سوالی که من کردم، اگه حسن تو نمیتونی برگردی بری سر اون دایره‌ای که کشیده بودن مستر کش، سر دایره خورشید و زمین، بعد یه دایره‌ای هم بود که گفتش که سول روح خدا، روح اون خدایی که ما آفریده و سول روح زمین. ببینید سوالی که من کردم این بود که ما کاپر داریم که میشه ماهیچمون، آهنی که توی آره میبینم. ببینید اون قسمتی که خوب اینجا؟ آره خوبه. ببینید این قسمتی که آقای کش من صحبت کردم، ببینید وقتی که به سول کرییتور، یعنی اون کسی که خالق ما هست ما رو وجود بوده، و سول زمین، وقتی اینا دوتاشون با هم دیگه اون مغناطیسی و میدونای مغناطیسی وقتی از هر دو به هر دو طرف میاد، اینا با هم فعل و انفعالات که میکنن، وقتی اینا فعل و انفعالات میکنن، همینطوری که دارن فعل و انفعالات میکنن انرژی دست میدن، همینطوری که دارن انرژی دست میدن وقتی به طرف زمین میان، توی این در برای اینکه همین فعل و انفعالات مثلا توش نایتروژن وجود داره، کربن داره، هیدروژن داره، اکسیژن داره، بعد وقتی اینا با نمک‌های زمین متصل میشن، آمینه اسید، یعنی ما به وجود میایم، چون ما آمینه اسید میگه تمام موجودات اینجوری به وجود میاد. بعد من گفتم اون باکسی که توش کاپه بود و آهن بود و چیز بود، مس بود، اینو بیارین توی این سول خالق و سول زمین، اینو بیارین توضیح بده. بعدتون پیکچر بعدی حسن جان، بعد وقتی اینجا میرین کاملا مشخص میشه. اگه نگاه کنین نشون میده اولش چی بوده؟ اولش میده کاربن، نایتروژن و اکسیژن، اینا توی همون فعل و انفعالات هستن. وقتی میان میرسن به سدیم و مگنزیوم، سدیم و مگنزیوم سالتن، اینا سالت رو زمینن. وقتی چی میشه؟ اینا با هم چیز میکنه، بعد با مینرالایی که وجود داره، کلسیم و پتاسیم، اینا ترکیبات که میشه چی به وجود میاد؟ امینو اسید ما با آهن و کاپر و زینک، اینا ما تمام فیزیکالیتی به وجود میاد. بعد فیزیکالیتی بعدش چی بود؟ بعدش سول، یعنی روح هم به وجود میاد. بعد اون پایینم که کشیدن، اولش گفت از چی شروع شدیم ما؟ از مگنتیک فیلد. ام یه مگنتیک فیلده. وقتی دو تا ام رو با هم میذاری میشه پلازما. وقتی دو تا پلازما رو با هم میذاری میشه فیزیک. ما درس فیزیکی میخونیم دو تا پلازماست. وقتی سه تا پلازما میشه کیمستری، درس کیمستریمون میشه. وقتی 4 تا پلازما میشه میشیم بدن ما. وقتی 5 تا 6 ما پلازما میشه روح ما. بعد اون وقت روح ما درست، یعنی اینقدر نزدیکه به اون اما اولین یه دونه مگنتیک فیلد، یعنی میگه هم ما اولیم، هم میگه هم من اولم هم آخرم. یعنی ما اگر اون نقطه ای رو بفهمیم که ببینید یه نقطه وجود داره توی ما که همون اینفینیتی لوپو که میکشه، یه نقطه تو ما وجود داره که اگر اونو ما بفهمیم، شما دائما میتونی بین فیزیکالیتی و نان فیزیکالیتی هی رفت آمد کنی. یعنی اون نقطه ای که ما پیدا کنیم، دائما هر جا میتونیم بریم تو هر جای دنیا بریم، دوباره برگردیم تو این بدن بمونیم. یعنی خیلی راحت. فقط چیزی که الان مستکر شده دست میده این همینه که بفهمیم. وقتی اینو ما بفهمیم، ببینیم ما دائما
و تنها راهی هم که شما بتونین اون نقطه رو پیدا کنی هرچی خودتو خالص‌تر بکنی، مثل میدونیم مثل طلا میمونه، مثلا شما طلا نگاه کنی، طلای ما 14 عیار داریم، 18 عیار داریم، 22 عیار داریم، خالص‌ترش بکنم 22 24 شما هرچی خودتو خالص‌تر بکنی اون نقطه رو تو پیدا میکنی. یعنی و چیزش از مثلا شما گنس درست کنی، همه اینو درست کنی، ولی تنها راهی یعنی راه یعنی چیزم نیست، یعنی اگر و اینام نداری، تنها راهی که هر کدوم ما میتونیم اون نقطه رو پیدا کنیم و بتونیم توی نوسان کنیم به جایی که میخوایم بریم و بیایم توی این بدن، اینی که کاملا خودمون خالص کنیم. چیزی خالص کنیم همین که به دروغ نگیم. مثلا من یه چیزی که از یه دونه پرسیدم کش، مثلا شما حساب کن، من تا حالا اینو خودم هم نمیدونستم، مثلا وقتی مستیکش میگفتش که شما باید کانداکت درست باشه، رفتار درست باشه، من فکر میکنم باید مثلا ندوزدم، پول از کسی نگیرم، مثلا پول کسی رو نخورم، دروغ نگم، با همه چیز باشم، با همه خوب باشم. ولی دیدم که توی یه دونه از این درسایی که داشتم میدادن، مثلا میگفتش که شما وقتی که از یکی مثلا حساب کن من از یک آدم خیلی خوشم بیاد، مثلا یه دختر جوونی هستم و یه پسری خوشم یا یه پسر جوونی هستم و دختری خوشم یا هرچی، بعد این شخص من دوست دارم، مثلا من شخصی که دوست دارم نمیام به طرف شخص بگم که من دوستت دارم، همینی که شما نمیگین این خودش بازم میشه یه دروغ. یعنی اینقدر باید خالص باشین که حتی ممکنه مثلا اون کسی رو که بهش میگین مثلا من دوستت دارم، مثلا اون شخص شما رو دوست نداشته باشه، اشکال نداره، مثلا به شما میگه نه از تو خوشم نمیاد، نمیخوام با تو باشم، ولی شما اون احساسی که شما داری باید همیشه بیان کنی. اینو بهش میگه خالص نگه. مثلا من خودم تا این عمق این چیز نمیدونست که مثلا خالص بودن یعنی چی. خالص بودن یعنی شما تمام چیزای توی رابطه ها تو هر کاری میکنی، حتی با خود خودت، خودت هم هر رابطه‌ای که دادی اونا رو باید خالص کنی. وقتی اونا رو خالص کنی این فهمیدن خیلی ساده‌تر میشه. امیدوارم که بتونم جواب داده باشم. خیلی به لطف کردین خانم بودران. این آخرین قسمت که فرمودین 4 تا پلاسما و نمیدونم 3 تا پلاسما 4 تا پلاسما، اینو ما باید با گنز بسازیم یا باید خودمون روش کار کنیم بارونه؟ نه، اینو که میگم که وقتی میگم پلازما، فقط دارم میگم وقتی که ما مگنتیک فیلد هستش، وقتی دو سه تا مگنتیک با هم جمع میشه میشه یه پلازما. مثلا یه دونه فیلد نمیتونه پلازما بشه، وقتی دو تا میشه میشه پلازما. وقتی یه دو تا پلازما رو ما توی چیز توی فیزیکالیتی خودمون میگیم فیزیک، هر کاری که تو ما فیزیک میکنیم میگیم پلازما. وقتی سه تا میشه، ما هر کاری تو کیمستری رفتیم یاد گرفتیم از طریق 3 تا پلازماست. وقتی 4 تا پلازما با هم دیگه درگیر میشن میشه بدن انسان که میشه اون بیولوژی ما که ما مطالعه میکنیم، میشه بیولوژی. وقتی 5 تا 6 تا میشه اون میشه روح ما، که اینا که شما نمیتونین درست کنی ولی باید بفهمید که جریان چیه. خیلی ممنون، لطف کردی. خواهش. آقای رضا، من شما رو به پنلیست میارم، سوالتون رو بفرمایید. بفرمایید آقای رضا، میکروفونتون باز. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی متشکرم. شما هم تشکر. خدا خیرتون بده. آقای دکتر بوشهر، ما این نقطه آخر رو واقعا هیچی نفهمیدیم. وقتی رفت کتاب 14 و 12 و 26 و 28 و پلاسما 1 و پلاسما 2 و جیوان و دیگه کلن من عود شدم، چون من فکر میکنم این خودش یه درس بوده که به ما داده نشده قبلا و هیچ اطلاع نداریم. برای همین من فکر کنم این قسمت رو باید به عنوان یه درس به ما ارائه میشد. من البته نظرم اینه، من هیچی نفهمیدم. خب اوکی، البته خب درسته، این سر کربن 14 آقای کشی یه دونه درس دادن که برای اولین بار کربن 14 رو باز کردن برای ما سر دیتریوم و اینا، خب که اینو خب قبول دارن، ولی چیزی که هستش توضیح که کوچیکی که میتونیم بدیم اینجا اینه که رابطه اون قسمت یه رابطه فیزیکالیتیه که
که از طریق آمینو اسید و نمک ها و اینا. خب یه رابطه دیگه، رابطه روحه که مثلا خود روح از چی هستش، خب که اون میشه خط کربن 14. که اگه نگاه بکنین افزایش اینا که چه جوری، مثلا یه جوره مثلا 14 میشه به 28، 28 56، همینطوری این اضافه میشه، 14 تا 14 تا اضافه میشه. خب که بین این دوتا خط که نگاه بکنین، در واقع زمان صفر که میگیم، بین این دوتا زمان صفره. اگه ما اینو بفهمیمش، میبینیم که میتونیم ما طریق صفر که وسط بین هستش، یعنی یه خط عبوره بین فیزیکالیتی و روح، که اون خط عبور چیه؟ در واقع مثل میمونه که شما میخوای یه دونه موجی رو بگیری، روی ضبطور رادیوت بگیری، وقتی که شما به اون تنظیم بکنی، اون موقع صدا رو میگیری شما. خب اون خط عبور هم در واقع بین فیزیکالیتی و روح، بگو شما چیز هیدروژن دوه، خب که بین دوتاست، که اون هیدروژن در واقع خط ارتباطی گذشته است که ماش میگین 1G. خب که گفتیم اون، که ایشون هم گفتن که مثلا برای 1G تو زمین همه جا یکیه، پس اون دیتریوم هم شما اونو که بهش برسین در تمام دنیا، در هر جای دنیا شما خودتونو میتونین منیفست بکنی، تبدیل بکنی. خب این توضیحش در واقع ساده ترین که میتونم بگم اینه. البته این 14 رو ما در درسای بعدی میتونیم اینو بیاریم بازش بکنیم سر کربن 14، که خب یه سوالی بود که سر روح آقای کش اینو بارمون باز کرد. آقای رضا میبخشین، اینی که شما میگین سر این که نفهمیدین، من میفهمم شما چی میگی، برای اینکه یه سری چیزا اینجا صحبت شده که اینا راجبش توضیح داشته قبلا، که بعد مومد اینا رو سرش باز کنیم، مثلا کربن 14 یا مثلا خب مثلا اینی که جریان اینی که فدوی آدم به وجود اومده، این خیلی مشخصه. ببینید وقتی که اشعای مغناطیسی خورشید با زمین چیز میکنه، بعد ما میگیم روح خدا و روح زمین با هم دیگه فلان فلان میکنن، اون اشعایی که میان با اون نمک ها که شروع میکنن چیز کردن، همون فلان فلان میکنن، همین امینو اسید تو زمین به وجود اومده که از اون آمیبای یه سلولی و ما از همه اونجا اومدیم. ولی سر کربن 14 و چیزهای دیگه، مثلا من سر سیلیکا خودم هم اینجا یه مقدار که البته نمیفهمیدم جریان چیه، اینو خطی که این وسط کشیدن کنار، ما میتونیم درسای بعدی سر اینا رو باز کنیم و یه موقع که خود درسای قبلی که میریم باز کنیم، چون مثلا این 271 هستش، مثلا 271 تیچینگ بوده هر کنیم 3-4 ساعته، بعد کم کم اینا رو میاریم براتون میذاریم، مسئله ای نیست. میفهمم چی میگم. مرسی، تشکر خانم دکتر. خواهش دکتر بوجود، ممنون، تشکر. خواهش میکنم. آقای علی، علی من شماریش من به پنلیست میارم، میتونین سوالتون رو بکنید. بفرمایید، میکروفونتون رو باز کردم. آقای علی بفرمایید. صدای ما رو میگیرین شما؟ آقای علی صدای ما رو میگیرین؟ من میکروفون شما رو باز کردم. آقای علیرضا، بفرمایید. آقای علیرضا
پلی بین روح و فیزیکالیتی؟ نگرفت. بفرمایید دوباره سوالتون رو نگرفتم. بفرمایید. میشه گفت که دوتریوم پلی بین روح و فیزیکالیتی؟ درسته، اون خط یک جی خب بین همون روح و فیزیکالیتیه، که همون یک جی که ما در بهش همون هیدروژن دو ایشون گفتن، ما بهش میگیم هیدروژن دو، که در واقع اون خط عبور بین روح و فیزیکالیتی هستش، که گفتن که اگر ما دیتریوم درست کنیم مثلا برای سیستمای فضایی که گفتن سوخت جهانیه. بله این سوخت جهانی. دوتریوم هم به چند روش ساخته میشه، به فکر کنم به 4 روش یا 5 روش ساخته میشه. این فرق نمیکنه بین تو کاربردشون؟ اونو البته سر دیتریوم اینا حالا یک جلسه دیگه ما باید یه دونه یه ورکشاپ دیگه بذاریم که نشون بدیم چجوری تریتیوم دیتریوم اینا رو درست بکنیم و گنس هیدروژن. خب این بر یک بله. ورکشاپ ما اینو باید بازش کنیم. البته شما فکر کنم یه ارائه‌ای فرستاده بودیم برای ما، یه پی دی اف فایل سر این، درسته؟ بله بله روش کار کردیم. اوکی، که اون موقعی که بشه ما اینا رو میتونیم نشون بدیم و باز کنیم و سرش بیشتر صحبت بکنیم. ولی شما این که میگین بله. یه دو سوال دیگه هم داشتم در این زمینه، البته خارج از زمینه. آقای دکتر من یه مطلبی دیدم در مورد CH4، خیلی کوتاه خلاصه هم توضیح هم نداشته باشه، همچه جنسی هم همچه گنسی هم داریم ما؟ گنس CH4 اینو من دیدم. بله دارک بلوه، رنگش هم نوشته بود که دارک بلوه. درست، اینو تو کتاب آقای کشی بودن درسته؟ بله فکر کنم آره تو آقای اوکی آره بله بله خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. خب آقای علی منفعید اگر شما سوال دارین بفرمایید قربان. فکر کنم ایشون شاید پای کامپیوتر نیست ولی میکروفونشون بازه. خب آقای فرزام بفرمایید. آقای فرزان جان دکتر حالتون خوبه؟ سلام، خیلی متشکرم. بفرمایید شما. خدمت خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، همونطور خانم محمدی عزیز. من یه چیزی می‌خواستم بگم، این اختلاف بین این ستونا 14 هستش، اگه دیتریوممون 2 باشه یعنی 7 تا 2 تا. درسته، اون خط 14 خط روحه. بله، یعنی 7 هم می‌دونین که یه عدد که هم توی قرآن خیلی به کار رفته، هم توی چیه ایرانی ها هست عدد 7. میخواست نمیشون رابطه 7 آسمون 7 سین اونم هست، 7 چرخ اونم هست، 7 هم هست. آن چون یه همه ضریبای 14 تا 7 تا 2 تا 7 تا دیتریوم میشه 14 دیگه 7 تا 2 تا 14 درست دقیقا. میگم شاید یه مبنای اون گفته های قدیمی ها حالا یا تو قرآن که 100% داره، شاید هم 7 تا ستون داشته باشیم حالا همین جور جلو. خب این چون بالاخره اون موقع کسی نمیتونست راجع به پلازما رو باز بکنه بگه، بالاخره اینا رو مثلا میگفتن 7 تا 14 اینطوری. خب بله، ولی این همینه. اتفاقا دو قسمتی که آقای کشی سر کربن 14 صحبت میکردن از 7 شروع کردن. خب در واقع میشه 0 7 14 همینطوری میاد جلو. خب که در مبنا 7 میشه، مبناشو میتونین بگیم، میتونین بگیم 7 میشه. البته در واقع نگاه بکنی شما از 0 میای میشی چی؟ میشه 7 و 7 میشه 14، که در واقع هیدروژنی که ما گفتیم چون مبداش هستش میتونیم بگیم 1 یا 0 7 14 که خودمون هیدروژن میشه. اون خط عبور، اون خط عبور در واقع میتونیم بگیم خط 0، درسته؟ که میشه زمان 0 مکان 0 خط 0 و قدرت های دیگه از اونجا شروع میشه که 0 و 7 و 14.
ممنونم. خواهش میکنم. قربان. خب یه سوال دیگه ما داریم اینجا. آقای محمد. بفرمایید شما. من میکروفون شما آن میوت کردم. میتونین سوالتون رو بکنین اگه بخواین میکروفون رو آن میوت بکنین. حسن جان ساعت الان از 12:30 شروع کردیم، ساعت 2. بله. بعد اگه سوالی نباشه میخوای مال پین رو نشون بدی یا میخوای هنوز ادامه بدی برای تیچینگ؟ البته پین رو بعد اجازه بدین من این پین رو باز دور بازش کنم، چون موضوع ما سر این در واقع یه سوال دیگه هم هست. دو تا دست دیگه هم بلند شد، میخوام اونا رو بیا تا قبل از اینکه شروع کنیم. بفرمایید. سلام. میکروفون تو باز کردم. سلام علیکم. سلام. بفرمایید خانم. بفرمایید. شما خیلی متشکرم. خیلی ممنون از زحماتتون. یه سوال داشتم اونتا مربوط به این جلسه نیست. میتونم بپرسم یا نه؟ خب سوالتون رو بگین ببینیم اگر من امروز میخواستم نانوکد کنم. خب البته دو روز پیش اومدم به جای آب مقطع که نداشتم از همون سدیم کلرات که تاییدیه همون بنیاد هستش از اون استفاده کردم که آقای صبحی گفتن نباید استفاده میکردیم. حالا نمیدونم این برای نانوکوتام تأثیر گذاره، بذارمش کنار از دوباره شروع کنم یا چی کارش کنم؟ دوباره بگین این شما من اومدم آب مقطع رو تو میجوشونیم برای نانوکد کردن. خب بله. از این سرم هایی هست که سدیم کلر 0.9% نمک دارن توشون. اوکی. از سرم استفاده کردین شما؟ آن استفاده کردم. آب سرم. برای نانوکد هم تأثیر میذاره؟ اینا همه چی اینا همه چی تأثیر میذاره. خب اتفاقا یه دونه ورکشاپی بود که آقای کشی، اتفاقا من فکر کنم دو جلسه پیش بود، سر نمک صحبت کردم. یعنی اتفاقا یه درس به خصوص سر نمک است که خود این دانش گنس درست کردن رو خیلی بازتر میکنه و اونایی که خیلی عمیق‌تر میخوان توی گنس برن میتونن توی نمک‌ها بیان، از نمک‌های مختلف استفاده کنن. ولی همونجوری گفتیم باید شما بدونید که هدف چی می‌خوای به دست بیاری. خب همین جوری اگه بخوای بکنی خب به جایی نمیرسی. خب اونجا ولی خب چون جان نفهمید، من ناخواسته این کارو کردم. اوکی. چون آب خب شما خب اون تاثیر میذاره. خب شما به نظر من همون آب مقطع رو استفاده بکنین، سعی کنین. البته باز من رو باز میکنم، مثلا شما وقتی که سیستم نانو لایه رو که به وجود میارین، ببین لایه های اینا باز میشه. خب وقتی که لایه های این اتم ها باز میشه، خب چی میتونه لایه این اتم ها قرار بگیره؟ درسته؟ درست. یعنی وقتی که ما این اتم ها وقتی که متمرکز هستن، اینا به همدیگه چسبیدن، هیچی لایه ها نمیتونه بره. وقتی شما اتم ها رو به حالت نانو بازشون میکنی چی میشه؟ فاصله اینا زیاد میشه. درست؟ پس بنابراین درست. مثلا سدیم یا املاح دیگه، چیزهای دیگه که تو اون آب باشه میتونه بشینه بین اتم های نانو. مثلا شما مثل حالا بین اینا چی قرار میگیره؟ سدیم قرار میگیره.
بینشون مثلا کلسیم قرار میگیره، چیزای دیگه. خب این چی میشه؟ باعث میشه شما یک قدرت دیگه‌ای، یک اسپکتروم دیگه‌ای به وجود بیاره، چون تمام فعل و انفعال داره عوض کردی. درسته؟ یعنی به خاطر همین میگن که آب مقطر استفاده بکن که بین لایه‌های مس که باز کردی نرو کردی چیزی لایه اینا نمیره الان. درست؟ حالا اگر شما بخوای یک فعل مثلا فرض کن از مگنزیوم استفاده کنی، خب منیزیم، مثلا شما میتونی منیزیم بیای نانوکودش بکنی، از منیزیم مثلا گنس منیزیم درست بکنی، مگه گنس منیزیم میخواد. حالا اگه شما نمک منیزیم استفاده کنی توی اون نانو کردنت، ذرات منیزیم نمکش میتونه بشینه بین لایه‌های نانو. خب پس بنابراین ما یک فعل و انفعالات دیگه رو نمی وجود میاریم. درسته؟ و اگرم به خاطر داشته باشیم، ما گفتیم ما اگر سدیم هایدروکساید و پتاسیم هایدروکساید رو استفاده بکنیم، و پتاسیم هایدروکساید چون حالت رادیواکتیو داره باعث میشه در واقع یک انرژی بیشتری بده به این مس، یعنی مسای بیشتری رو، قدرت‌های بیشتر از لایه‌ای رو بیاره بیرون و یک قدرت دیگه ای به این بده که ما بتونیم اسپکتروم های بیشتری داشته باشیم. این مخصوصا برای اونایی که میخوان CH3 بگیرن و میخوان تریتیوم درست بکنن، این خب خیلی، و دیتریوم، خب این کاربردش خب بیشتر میشه. خب که من مثلا از همون پتاسیم هایدروکساید استفاده میکنم. این جواب شما که هر چی شما وقتی که اون شرایط گنسگیری تو که عوض میکنی، گنسی هم که به دست میاد عوض میکنه، عوض میشه. پس هر کاری که میکنید شما مشاهده تغییر میکنه. اگر گنس به دست اومدن تاثیر گذاره. خب الان من میتونم چیکارش کنم؟ این پلیتامو بسابونمشون چیکار کنم که از نو این کار انجام بدم؟ چون هدفمون سدیم نبوده. خب ببین شما یک، حالا مثلا فرض کن اینجا هم مثلا یه موقعی اشتباه میکنه یا مثلا اشتباه نیست، شما یه روشی رو گرفتی، خب حالا شما ادامه بده ببین چی به دست میاد. اون گنسی که میگیری ببین چه جوری میشه، آیا این چه گنسی به دستم میاد. بالاخره شما یه آزمایش کردی، جوابش هم میدی، میگی جوابش مطلوب بوده یا مطلوب نبوده، یا من این رو گرفتم این چی بوده. خب آدم اینا رو خوب یاد میگیره. شما یه چی میگه، یه ظرف دیگه دوباره درست بکن. خب درست گفتین شما، آره نتیجهشو به دست بیارین، یه چیز دیگه هم ما میتونیم بفهمیم چی. یه جعبه دیگه شما برای جعبه دیگه درست بکنید، برای حالا CO2 درست میکردیم، یه جعبه دیگه درست بکن، دوباره یک CO2 دیگه درست بکن. ولی خب این میشه تجربه، میشه که شما میگی من این کارو کردم، جوابش مثلا این بوده. خب ما خب یاد میگیریم از شما. باشه. سوال دیگه نه؟ نانوکوتایی که کردم درست، نه اون درست نبودن. الان پلیتاشو چیکار در بیارم بشورم دوباره از نو شروع کنم دیگه؟ شما اونا رو نانوکوت کردین؟ نه دیگه، شما همون کاری که کردی ادامه شده دیگه. خب درست، شما همون ادامه بده. خب بعد یه بار دیگه، خب سرم شما فرض کن مثلا می‌خواستی این کار رو انجام بدی، بعد ببین جوابش چی میشه. که وقتی شما اینو میگین، خب اگه کسی دیگه خواست مثل همین کار رو انجام بده، شما میگی اوکی این کار رو بکنی، جوابش این میشه، مطلوبه اگه این کار رو میخوای بکنی، و یا مطلوب نیست. این جواب شما دارین، برای بقیه هم به دست میارین. درسته، ممنون میشم، تشکر. خواهش میکنم. خواهش. سپاسگزارم. خداحافظ. خداحافظ. خب آقای ام اس رو ما داریم، من ایشون رو پنلیست میکنم، میتونید سوالتون رو بکنین. فکر کنم میکروفونتون رو میکروفون باز کردم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام، خیلی متشکرم. شما همچنین. عرض کنم خدمتتون که هفته گذشته درس خیلی قشنگی دادید شما. خیلی متشکرم. در مورد، خواهش میکنم، در مورد روح و مخرج مشترک و ارتباطایی که ما میتونیم داشته باشیم با عالم. بچه چند بار سوال کردن که خب ما چطوری میتونیم روحمون رو آزاد کنیم؟
از این بندی که وجود داره. من کتاب‌های آسمانی رو تقریبا هر چی که تونستم مطالعه کردم، تعصب ندارم روی خاصی، چون تمامش از طرف خداست، یعنی قرآن، انجیل، تورات و زبور داوود و چیزهای دیگه که هستن. خب نتیجه کلی که گرفتم این بود که ما روحمون رو چطور آزاد کنیم و بتونیم به اون حالت نانو در بیاییم. منتها اتفاقی که افتاد، شما منو اول میکروفونم رو قطع کردی، بعد حذفم کردید. میخوام بگم دلیلش چی بود؟ نه این شاید چون خیلی میبخشید من اینجا، نه این که سیستم زوم هم پنلیستم. خب وقتی شما میخوای یکی رو پنلیست بکنید دوباره باید برگردین. من به احتمال زیاد تصادفاً این چی میگن کورسوری که گذاشتم اینجوری شده، چون خیلی سوال میکردن هفته پیش وقتی که شما دارین همه رو میخواین یکی یکی پنلیست بکنین، خب و چشم آدم سعی میشه. این احتمالاً این اشتباه من بوده و میبخشین این قصدی نبوده و تصادفی شده. قصدی نبوده. متون میکروفونم هم قطع کردید. اول نه خب این شما اوکی دیگه فرصت ندادید. من باید دوست داشتم شما صحبت بکنید. دوست داشتم که به نظر شما میرسه منعکس کنید. من دفاعیه ای داشته باشتم و ما میخوان به یک جایی برسیم. ما نمیخوایم همدیگر رو بکشیم که. ببینید من حقیقتا یه هفته است دارم خودم رو میخورم به خاطر اینکه میگم که خب این دکمه ای که زیر دست آقای بوجارانه، اگر این دکمه حذف میکروفون یا حذف خود من باشه، به جای این دکمه ماشه اسلحه باشه، چه فرقی میکنه؟ به هر حال جفتش خفه کردنه. از این نظر خیلی دلخور بودم. نه شما رنج کشیدم حقیقتا. میبخشید. نه این نه چیزی که عرض میکنم خدمت شما، چیزی ری که تجربه کردم ارائه کردم، نخواستم کسی رو تحت شعاع خاصی قرار بدم و چیزی که تجربه کردم. اول ما باید خودمون رو رها کنیم. از چی رها کنیم؟ از اون گناه هایی که داریم، از اون گرفتاری هایی که داریم. چطور میتونیم رها کنیم؟ اول باید به خدا رجوع کنیم. وقتی که به خدا رجوع بکنیم، خود به خود فاصله بین ما و انسان‌های دیگه همون رانش و گرانش به وجود میاد و یه حالت نانوکد میگیریم و اینجاست که تازه میتونیم انرژیمونو بدیم و انرژی بگیریم. درست؟ من هرچی نگاه کردم هیچ نقطه ضعفی توی صحبتام پیدا نکردم که لایق این باشم که بخوام حس بشم یا در حال چیزی بود که خیلی ناراحتم میکرد، خواستم بگم که نه آقای امسوری اینجا اشتباه شده. برای اینکه این ببینیم فرق تکنولوژی اینجوری نیست که مثلا ما میام درس میدیم مثلا بخوایم اینو تحمیل کنیم به کسی، بعد ما مستکش ما هم اداهای مستکشی که درستم هست، فرمایشتون کاملا درسته خانم بوجاران. من هم ارادت به شما دارم، هم ارادت به آقای بوجاران دارم، هم به آقای کشه و من قبول دارم که میام وقت میذارم و میشینم صحبتتون رو گوش میکنم، چون یکی از چیزایی که ما خیلی داریم وقته. فکرتون جای بدی بوده، چون مثلا اگه فکر کنید ما اومدیم به شما درس بدیم، مثلا شما ببین منم با میل گوش کردم و استفاده هم میکنم از مغزتون. اصلا کجا شما رو برده به جایی که ببره جای خوب، برده به جایی که مثلا اصلا بودین دنبال این که خدا اگر وسط کلام شما میکروفون رو تو قطع بکنن نمیدونم شما چه اکسانم. مثلا اینا مثلا میشه، ما اصلا یه همچین چیزی امیدوارم فرمایش شما همینطور درست باشه و من تو قلب ما میدونیم چی هست، تو قلب ما میدونیم چی هست، به همین یه همچیزی رو واقعا نمی کنیم. شما اگه حرف میخواییم بزنید هیچ مثلا نیست حرف بزنید هیچ چیش کنید. این شما این نگاه کنین، این وقتی که تو زوم آدم چنج یه دونه رول، مثلا شما وقتی که من پنلیست میکنم، خب شما اون موقع میکروفونتون باز میشه، خب یعنی شما میتونی باز بکنی،
شما اگه نخواهی میتونی باز نکنی. وقتی که آدم عوض میکنه، چه رول عوض میکنه، میکنه دوباره اتندی، خب این هم میکروفون رو قطع میکنه، همی که شما از پنلیست میاد. خب بعد البته خب رول من هم ارائه باید بدم، من همین که این میزبانم، همین که زوم اینا رو باید من کنترل بکنم. وقتی شما داری، معمولا وقتی شما روی صحنه یه جایی میخوای صحبت بکنی، معمولا یه کسی چراغا رو داره تنظیم میکنه، یکی صدا رو تنظیم میکنه، یکی اینو تنظیم میکنه، بالاخره شما فقط تمرکزتو میذاری روی ارائه‌ت. خب به من البته وقتی که گفتن شما درس بده، گفتن که اگه میتونی خود زوم هم شما میزبان باشین، خب یعنی خودتون چیز بکنی. معمولا تمام کلاسایی رو که میذارن یه آقای به خصوصی هستن که ایشون کار میزبانی رو انجام میدن، یعنی تمام زوم دست ایشونه که ایشون دیگه نگاه میکنه به اتندیا، به پنلیستا سوالا نمیکنه. در واقع اون کار کسی که ارائه میده نیست، چون شما باید تمرکزت باید بشه رو اون درسی که میخوای بدی به شاگردها و جوابا و اینا. خب وقتی شما اینجا میخوای دو تا سه تا چند تا کار انجام بدی، خب و حواست به چند باشه و در ضمن چه میگن، شما بخوای بیای تو پنلیست، نمیدونم شما نمیدونم زوم کار کردین یا ارائه دادین، این خیلی مکانیکی میشه و اختشاش به وجود میاد. حالا موقع که صدا سوالا زیاد میشه و آدم باید اینا تون تون سویچ بکنه، خب مردا میگن مردان معمولا نمیتونن کار دو کار رو انجام بدن. خانم ها معمولا مغزشون طوری هستش که میتونن دو تا کار رو انجام بدن و خب این از ضعف ماست که نمیتونیم. ولی حسن جان شهرزاد اومده توی لاین، بیادش جزء پنلیست، خواهش میکنم. اوکی. خواهش میکنم، عرض میکنم که این موضوع رو اجازه بدید جمعش کنیم. فقط دو چند تا سوال داشتم از جلسات هفته های قبل ولی فرصت نشد، وقت کم شد، نبودش وقت نبودش که بتونم سوالامو مطرح کنم. اگه شما اجازه بدید مطرح کنم. بفرمایید، بذارم برای هفته های بعد. نه نه نه، ما هم خواهیم سوال ها رو بیشتر تو همون موضوعی که صحبت میکنیم، چون سوالت شما راجب موضوع هفته پیش بوده، همینه، این همین موضوع. شما میتونی سوالات رو بیایی بگیم. بفرمایید. خواهش میکنم، این موضوعی که شما این هفته باز کردید برام قشنگ جا نیفتاد. این چند تا موردی که شما فرمودید، یعنی فرمودید که اگر گنسا به 6 تا برسه به روح میرسه، 4 تا باشه و اینو خواهش میکنم یه مقدار باز بکنید. یعنی شما رفتید توی کربن ها و یه مقدار همین مثل دوستان دیگه هم که هنوز براشون هضم نشده، برای من هم هضم نشده. اینو اگه ممکنه شما یه توضیح کامل تری بفرمایید که بتونم درکش بکنم موضوع رو. خب اینو حالا من سعی میکنم تا اونجا که میتونم براتون اینو باز کنم. همونطور که آقای کشی گفتن، وقتی که مگنتیک فیلد داریم ما، خب اول مگنتیک فیلد شروع میشه، درسته؟ پس مگنتیک فیلد وقتی که دوتا مگنتیک فیلد هستن با هم دیگه فیلد رو انفعال میکنن، پلازما رو به وجود میارن که به حالت کره‌ای میشه. خب بعد دوتا پلازما فیزیک رو به وجود میاره، سه تا شیمیایی رو به وجود میاره، آمینو اسید، و وقتی که با نمک اونا چیز میشه و در میدانهای مغناطیسی زمین و خورشید اونا، این آمینو اسید به وجود میاره که قسمت فیزیکی بدن میشه، که با وجود نمک اینا در زمین قسمت فیزیکی ما به وجود اومده. وقتی که 5 و 6 میشه، شما این نگاه بکنین وجود آدم چجوری به وجود اومده. ما وجود مایی که بین کره، بین خورشید، بین زمینه، ما که تو همینجوری به وجود نیومدیم. پس بنابراین ما در یک محیط مغناطیسی بودیم که خودش میشه این پلازما. خب در رحم مادر خودشون یک محیط بین تخم و اسپرم که یک فعل و انفعال انجام میشه، درست؟ و خود انرژی خورشید و زمین، درست؟ این دوتا چیزی رو که به وجود میاده اون نطفه رو به وجود میاره، که نگاه بکنین اینجا چند تا پلازما اینا درگیرن، درست؟ این چند تا پلازما که این چند تا پلازماست که اون موقع روح به وجود میاره، قسمت میشه روح. پس به خاطر همینه که ما میگیم چند تا پلازما وجود داره که اون روح رو به وجود بیاره، پس یکی نیست که روح درش میدمد.
این خیلی ساده ترشو من اینجوری میتونم بگم. بله بسیار خوب، متشکرم، زحمت کشیدید. خواهش میکنم. از خانم بوجاران و آقای کشم تشکر میکنم. خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید. خیلی به همچنین شما. خداحافظ. البته دو تای دیگه هستن توی من، آقای فرزام و محمد. شما اگر سوالی دارین میتونین میکروفوناتون رو بازه، میتونین سوالاتون رو بکنین. بکنم حالا فعلا میذاریم توی پنلیست باشیم. البته آقای فرشید بفرمایید. آقای فرشید سلام. آقای فرشید بفرمایید. حالت خوبه؟ خیلی ممنونم از خیلی متشکرم. اول اینکه ظاهرا ما اینجا وی پی ان مون خیلی مشکل داره، برای سری دوستانی که به هر حال اجازه میدید برای صحبت کردن، ظاهرا وی پی ان مشکل داره شدیدن در ایران. گفتم اینو بگم که حالا فکر کنم این سری مشکلات اینجوریه. خدمت شما هست که اولین سوال من این است که آقای دکتر یه فروشگاه به هر حال یعنی سایتشون یه قسمت فروشگاه هم دارن، یک سری محصولات رو برای فروش گذاشتن، درسته؟ کش فاندیشن شما میگیم، بنیاد کشی رو میگیم؟ بله یک فروشگاه روی اینترنتی دارن، درست؟ بله. میخوام ببینم که خب از این فروشگاه اگر ما در ایران هستیم اولی که میشه استفاده کرد یا محصولات خرید کرد، یا خیلی حالا به دوستان مثلا خانم محمد یا دوستانی که با شما در ارتباط هستن ما میتونیم جوری تهیه کنیم از فروشگاه چیزایی که میخوان یا خیر میتونی شما بخرید؟ مثلا اینه که آیا وارد شدنش چطوره؟ چون جریان مثلا رابطه الان توی ایران مثلا قطع کردن رابطه که نمیدونن چیز وارد چه، من نمیدونم از اون رابطه چطوری هستش. والا همه چی حقیقت خانم دکتر، همه چی داره وارد میشه. شما هر چی که فکر کنی داره وارد میشه، اینجا همه چی حسیز دارن. فقط چیزایی که ببین آنلاین توی شاپش برین، اوردر بدین ببینید چطوریه. بعد ما میتونیم حتی باشون صحبت کنم ببینم که چطوریه، میتونی بیاد یا نه. آره ممنون میشم اینو پیگیری کنید که حالا یه سری دوستانی که میخوان استفاده کنن به اصطلاح به... چرا که نه، حالا ما اینجا خیلی دوست داریم که خرید بکنیم، منتها بحث یه مقدار فکر میکنم بحث کردیت کارت و این حرف هستش که خرید از فروشگاه شاپینگشون بخوایم انجام بدیم، در ایران خب ما کردیت نداریم، بانکمون کار نمیکنه. یکی این مسئله هستش که اگر بتونید یه جوری یه لاینی بزنید یه تحصیل کنید مسئله، خیلی ممنون میشم. یکی سوال بعدی منه که من این سوال رو نمیدونم چجوری بپرسم، گنس در واقع میتونیم ما مقداری از گنس رو با مثلا مقدار زیادی مثال آب قاطی کنیم همون خواص رو خواهد داشت یا خیر، یا غلظت مهم هستش؟ مثال شما یک لیوان گنس دارید، یک لیوان رو اگر بریزید در یک صد، آیا اون یک صد خواص گنس رو خواهد گرفت یا خیر، یا همون یک غلظت خاصی یک مقیاس خاصی داره برای اینکه تاثیرگذار باشه؟ اوکی ببینین، ما وقتی که بیاییم برگردیم به این به حالت پلازما نگاه کنیم، ببین شما هنوز دارین به این نگاه میکنین به حالت ماده، شما میگه غلظت. خب توی شما وقتی یه چیزی متمرکز تراکم داره مثل اون صفحه مس، گفتیم زیاد از خودش انرژی نداره. خب وقتی که شما لایه‌ها رو باز میکنی به حالت نانو میکنی، اینا شروع میکنه به انرژی دادن. خب برای اینکه میتونه میدانهاش رو باز بکنه. ببین تو پلازما وقتی یک پلازمایی شروع میکنه میدانهای مغناطیسیش رو گسترده میکنه، باز میکنه، این میدان ها، این اشعه ها، ری ها میتونه حرکت بکنه تا جایی که یک پلازمای دیگه وجود داره که اون پلازمای دیگه بر خودش چه داره، یعنی اتمسفر داره، یه مگنتوسفری داره اونجا، یه پلازمای دیگه میگه اینجا این میگه اینجا پای جز منه، جای منه.
هر کدوم خودشون برای خودشون یه دونه مگنتوسفر داره. مثلا خود کره زمین برای خودش یه دونه مگنتوسفر داره به عنوان یک پلاسما. خب خورشید میدونه مغناطیسی خورشید حرکت میکنه، از زمین میگذره، از سیارات دیگه میگذره، برای اینکه تمام اونا توی محیط خورشید تا اونجا که به آخرش برسه. شما اون گرسری که درست میکنی غلظتش نیست، قدرتشه. خب که اون میدان مغناطیسی چقدر قدرت داشته باشن و تا چه حدی اینا میتونن حرکت کنن. مثلا شما اگه یه سطل آب داشته باشی یا یه بشکه آب داشته باشی، این میدانها دارن توی اون سطل، توی اون ظرف آب حرکت میکنن، چون میدان مغناطیسی دیگه ای وجود نداره به عنوان پلازما تو اون ظرفتون اینا. پس تمام این چیزای مغناطیسی حرکت میکنن تا اونجا که دوباره برخورد بکنن به یک میدان مغناطیسی دیگه. پس شما نباید خودتو محدود بکنی به نیروهای اینا و فکر کن که این موجا چجوری حرکت میکنه. حتی شما یه موجی که حساب بکنی، یک صدا، این حرکت میکنه، شاید صدا ضعیف بشه ولی این امواج هنوز تو هوا هست. حتی این خب توضیحش ما دیم در حالت ماده داریم میدیم، در حالت پلازما فقط قدرت های میدان های دیگه است که میتونه چه کنه، بگه اونجا چی میگن استاپش بکنه، بیستونتش. پس برای من شما وقتی که میخوای استار فورمیشن ما بهش میگیم یا شکل مثلثی درست بکنی، وقتی سه تا گنس رو با هم دیگه میاری کنار هم دیگه چی میشن؟ میدانهای اینا با هم دیگه درگیر میشن. خب شروع میکنه این به اون دادن، اون به اون میده، این از اون میگیره، این میدانهای مغناطیسی ستایی با هم دیگه درگیر میشن. خب درگیرینا باعث چی میشه؟ درگیرینا باعث میشه یک میدان مغناطیسی بین این ستا به وجود بیاد که ما به این میگیم فری پلازما، پلازمای آزاد. پس بنابراین فعل و انفعالات ست پلازمای دیگه یه پلازمای آزاد داره به وجود میاره که اون پلازمای آزاد شروع میکنه به تمام اون محیط انرژیشو شروع میکنه به دادن. خب پس شما اینا بعد به این صورت بر خودت باز بکنی و نگاهشو میکنی به عنوان فیلد و اینا محدودیت ندارن. مثلا حتی یه آقایی بود که انرژی اینا رو میدید، میگه مثلا این ظرف پلازمای شما به شعای 3.8 کیلومتر انرژیش میره. پس بنابراین اون ظرفای پلازمایی که بود اونجا به شعای تقریبا 4 کیلومتر حرکت میکرد، بعد از 4 کیلومتر یا مثلا دیگه قدرت نداشت بره یا خود نیروی جاذبه اون پلازما دوباره به خودش بر میگردون، یعنی از خودش میاد بیرون دوباره به خودش بر میگرده. خب ببخشید، این قدرت پلازما رو شما گفتید مغناطیس، یعنی در واقع من خیلی متوجه نشدم قدرت اون افراد هستش که روی پلازما تاثیر میذاره یا نه ما میتونیم مادی صحبت کنیم راجع به این قضیه؟ یعنی اون کسی که پلازما رو میسازه میتونه به اصطلاح اون قدرت پلازما رو بالا ببره یا خیر، یا به اصطلاح اون قدرت حالا سیم پیچ یا مثل چیزهایی که ما داریم میبینیم، چیزهایی که فیزیکی هستن تعیین میکنه، تعیین کننده قدرت چی هست؟ خب ببین تعیین کننده قدرت چی هست؟ خب شافت داری پلازما درست میکنی، اول میای یک صفحه نانوکد مس رو میگیری. خب تو پروسه نانوکدت شما چه مسی رو نانوکد کردی؟ یعنی چه نانوکد رو به وجود آوردی؟ چه قوه مغناطیسی رو به وجود آوردی تو اون لایه نانوکده؟ درست؟ در فضا دوتا کربن مساوی نیستن. مثلا شما تو پلازما کربن 100 داری، کربن 1 داری، کربن 10 داری، کربن 20 داری، قدرت این کربن ها متفاوتن. درست؟ پس وقتی که شما یک محیط ربایشی به وجود میاری تو اون ظرف CO2 صفحه مس تو طوری که نانو کردی، فرض کن 1000 تا لایه، 2000 تا لایه بش هست. خب و این اتمای مس که بالاخره شدن نانو شدن، اینا یه قدرت ربایشی دارن. پس اینا میتونن کربونای رو ربایش به خودشون جذب بکنن که در اسپکتروم یا در حد اون لایه‌های نانو هست. چرا ما همیشه میگیم که توی نانو کردن مست صبر بکن، وقت بذار، حوصله بکن؟ چرا اینو میگیم؟ چون که شما هر چقدر بیشتر وقت بدید
لایه‌های صفای نانوکدتو بیشتر لایه بهش بدی، قوی‌ترش بکنی، شما تو اون ظرف CO2ت فرض کن میای کربن رو از 1 مثلا تا 200 گرفتی به اون ظرف خودت، پس برابر این میری قدرت‌های مختلف CO2 رو گرفتی، پس برابر اون CO2 شما به مراتب قدرتش بیشتره. وقتی میگیم قدرت یعنی چه؟ یعنی اون پلازماه، اون میدان مغناطیسیش میتونه به شعاع بیشتری بیاد بیرون. خب وقتی که پس کن به 4 کیلومتر میرسه یا به 2 کیلومتر میرسه، مگنتوسفرش اون فضاش بیشتره، باز دوباره برمیگرده. این میشه قدرت پلازماش. خب ببخشید اگر اینطور باشه، خب الان آقای دکتر توانایی رو دارن که پلازمای بسازن که تمام سطح زمین حالا یه سر یا دیگر رو در بر بگیره یا خیر؟ ببین یه توی یکی درسای قبل گفتیم اگر تو دنیا، شما دنیا رو در نظر بگیر به عنوان یک توپ خالی خلا باشه، شما یه اتم هیدروژن رو که اونجا داشته باشی، پلازمای یک اتم هیدروژن تمام اون توپ رو که دنیاست تمام اون رو پر میکنه، یعنی اون میدان مغناطیسی اتم حرکت میکنه تا اونجایی که هیچ جلوش نیست این میتونه بره. پس برابر این یک بستگی داره که شما چه میدان مغناطیسی دیگه، چه پلازمای دیگه در مقابل این هست. چیزی که توی زمین خودش تو چه فشاری هست؟ خود زمین تو یک محیط مغناطیسی جاذبه‌ای وجود داره، درسته؟ که این نیروی جاذبه زمین یک محیط ما که چی اینو دیکته میکنه، چی اینو به وجود آورده، درست؟ این به خاطر خورشید و زمین و حتی کهکشانهای دیگه یک محیط رو به وجود آورده برای ما که ما در اطراف زمین یک محیط جاذبه مغناطیسی رو داریم اینجا. حالا آیا این مغناطیسی جاذبه زمین یکیه با یه سیاره که توی کهکشان دیگه هستش، توی یک محیط دیگه هستش؟ نه. حالا شما اگه در نظر بگیری طلا، چجوری طلا در زمین به وجود میاد؟ اگه نگاه کنید تو بخش یکی از این 271 گفتیم که میدانهای مغناطیسی که از خورشید و سیاره دیگه به طرف زمین اومدن، وقتی که اینا آهسته میشن در محیط زمین، در میدانهای مغناطیسی زمین، اینها وقتی که آهسته شدن انرژیشون کم میشه، اینا تبدیل میشن به اون طلا که ما میبینیم. اون طلا رو، خب چشمای ما اون طلا رو میبینه و اون نقره رو میبینه، درست؟ حالا اون طلا که به وجود اومده در محیط زمین بوده. حالا اگه شما اون طلا رو برداری پس کن ببری به سیاره زوس، به یک کهکشان دیگه ببری، چون که میدان‌ها و فضای مغناطیسی، فشار مغناطیسی اونجا فرق میکنه و خیلی متمرکزش بیشتره و بیشتره، طلایی که اینجا برای ما طلا به نظر میاد، یعنی اون پلازمای طلاست، اونجا تبدیل میشه، امکان داره تبدیل به چی بشه؟ نیتروژن. متوجه شدین؟ بله. فقط چیز سوال دیگه، این چی، این به اصطلاح پلازماها همش مثبت هست یا به اسلام خواهم اینجوری بگم که پلازما خیر و شر دارن یا خیر همشون خیر هستن؟ همه اینو بذاریم من جوابشون رو بدم. ببینید اینو خوب کردیم سوال رو کردیم، برای اینکه یه سری مسئله که الان پیش اومد. ببینیم وقتی پلازما ما صحبت میکنیم، پلازما دانش صلح، یعنی هیچ کسی راه بد نمیتونه استفاده کنه. و این چیزی که هستش که صحبتش رو میکنیم، ببینید سر پلازما مستکش نمیاد تبلیغات بکنه که مثلا مردم بیان جمعشین دانش پلازما رو. اون روحی که آمادگی این دانش رو داره خودش جذب میشه. مثلا خود مستکش، خودش بچه هاش هست، اینا اصلا نمیده بهشون بگه بیان توی فاندیشن من کار کنی یا بیان توی نالج باشین. برای اینکه شما باید اجازه بدین هر روحی اون کاری که میخواد بکنه، هر روحی. برای همین هیچ کس، ما نه جلوی کسی رو میگیریم نه چیزی به زوره و هیچی بد و خوب نداره، همه چی روی صلحه. یعنی تمام چیزا روی خوب هست، خوبی و صلح هستش. و این دانش، دانش صلح طلبیه. و
این دانش وقتی تمام دنیا رو بگیره و خواهرم گرفت، یعنی خودش، یعنی دانشی که همیشه صلح برنده است و دانشی که صلح داره آخر سر پیروزی میاره و این به اون طرف میده. و هیچ وقت هم مثلا ما نمیبینیم که الان شما میخواین صحبت کنیم مثلا اینو اجازه نمیدیم صحبت کنیم، چون این دانشی نیست که جلوی کسی رو بگیره. شما آزادین که هر کاری خواستین بکنید، یعنی مثلا ولی خب مثلا اگه بخواین مثلا بیاین مثلا به من توهین بکنیم، من مثلا نمیام به شما توهین بکنم چون اصلا ارزششو نداره. ولی این دانشی هستش که دانش صلح. حتی مثلا دولتایی هم که مثل دولتای امریکا و دولتای چیزای چی بهش میگن بزرگ مثل روسیه و اینی که قبلا تمام دنیا دستشون بوده، مثلا چیزای ابرقدرت‌ها بسن، بله ابرقدرتی که جنگی هم دستشون بوده، مثلا اینا روی این دانش مثلا دارن کار میکنن ولی به هیچ وجه نمیتونن ضد آدمیت استفادهش کنن. و این قشنگی دانش به خاطر همینه. خب ببخشید، این عذرخواهی با میونه کلمتون، این اجازه رو کی نمیده؟ خود ماهیت این علم نمیده یا خیر آقای کشی که به اصطلاح کشف کرده این این علم؟ ببخشید این علم که علم نمیدونم من این قسمتش رو گیرم که این علم آقای کشف هست یا علم خودشون میگن که این علم بوده، من فقط رفتم آوردمش به اصطلاح. ببینید این علم وقتی که میگیم یه علم همیشه توی دنیا بوده، ولی تازه ما اینو مثلکش وقتی که توی نوکلئر فیزیک رفتن، وقتی که گرویتی رو پیدا کردن، تمام این دانش برایشون رفت. وقتی گرویتی رو یعنی گرویتیشنال چیز برایشون مسئله حل شد، فهمیدن گرویتی چیه، تمام این دانش باز شد برایشون. بعد اینو شروع کردن از مثلا مثلکش همین مثلا 2-3 سال پیش که شروع نکرد، مثلا ایشون 30 ساله تمام اینا داره همتون امتحان میکنه. مثلا این چیزی که مثلا سر تپ مثلا مثلکش میدونه، مثلکش مثلا کل مریضی های مختلف رو ایشون خوب کرده تو این 30 ساله. مریضی مثلا انگشت یکی رو بهش داده، مغز یکی رو بهش داده، تمام این کارا رو همه رو امتحان کرده. بعد همینه تمام این دانش رو داره تو خودش میدونه. خب ببخشید اینجا الان خب یه چیزی که هست، خب مثلکش دانش این رو داره. شما فرض کنید، من اینجوری صحبت میکنم، شما فرض کنید یک شمشیر، مثلا یک شمشیر هست، درسته؟ این شمشیر رو اگر یک سامورایی مثلا در دست بگیره باهاش کار کنه، خب مسلما بلده باهاش کار میکنه. اما اگر دست یک آدمی مثلا نادونی بیفته چجوریه؟ خب مثلا کش میدونه چقدر باید استفاده کنه از این، چه زمانی رو استفاده کنه، چجوری اینا رو علمشو میدونه. اینه ببخشید دارو، شما ببینید دارو مثال میزنن، بهترین دارو هم شما درمان، اگه زیاد مصرف بشه اساسا ضد درمان میشه خودش. اینم همینطور هست آیا یا نه خودش شعور داره این علم؟ اجازه بدین ببینین شما، ما اگه امین اول درس چی گفتیم؟ ما اومدیم سیستمای پلازمایی رو اومدیم باز کردیم، گفتیم چی هستش، گفتیم تو پلازما، ما تو سیستمای سلامتی دیدیم، تو سیستمای انرژی دیدیم، تو هر سیستمای داینامیکی که ما استفاده کردیم، وقتی دو تا پلازما که با هم دیگه قرار میگیرن، اون که قوی تره به اون که ضعیف تره چیه؟ میده و اونی که احتیاج داره بگیره میگیره. خب یعنی هیچ چیزی نیستش که به زور باشه، مثلا یه پلازما بیاد به زور بخواد چی به پلازمای دیگه بده، یا اون کوچوله مثلا یکی بده از اون یکی انرژی بگیره. بنابراین یک پلازما همیشه میخواد یه بالانسی رو به وجود بیاره توی طبیعت. ببخشید ما تو چی بهش میگیم همدمایی؟ مثلا اگر دو ماده ای رو بذاری که یکی گرم و شکی سرد کنار هم بذاری، بدون اینکه اجباری باشه اینا با هم همدمایی میکنن. این حالا شما بالاخره میتونی اونجوری توضیحش بدی. خب ولی پلازما همینه، وقتی که مثلا ما گفتیم در سیستمای سلامتی شما یه تورم داری، یه درد توی عصب، درد چیه؟ درد خودش یک انرژی پلازماییه که بالاخره تو اون سطح بدن آدم چون داره حرکت میکنه و انرژی رو میده، تورم به وجود اومده. وقتی شما یه دونه پلازمای رو میاریم مثل پمپین گفتیم ما، یا پن پد رو میذاریم، این چون که درگیر میشه با اون فعل انفعال میکنه، این پلازما چیکار میکنه؟ انرژی اون درد و تورم رو ترانسفر میکنه به پلازما. اینجوری اون انرژی وقتی میاد بیرون، دست شما دردش خوب میشه. این پلازماست. بنابراین هیچ وقت پلازما نمیتونه کار خطایی رو بکنه. اصلا اسانسش، ذات پلازما چون این هستش، همیشه بالانس به وجود میاره. بالانس. و پلازما یه خصوصیتی داره
همیشه میخواد خودش رو کانسرو بکنه، خودش رو نگه داره، انرژی رو نگه داره، یعنی حرکتش به اونه. شما جنگیدن انرژی زیادی میخواد، برای همین هم میگیم که ما انرژی پلازمایی انرژی صلحه. مثلا شما اگر در فضا باشی، خب حرکتی که ما بشر تو کره زمین داره، شما یک همچی حرکتی رو هم بخوای در فضا انجام بدی، فکر میکنی مثلا پلازماهای دیگه، انتیتی دیگه، موجود دیگه با شما چه عملی انجام میدن؟ همه اون از شما فاصله میگیرن. پس شما تو اون دنیا و جهان چی میشی؟ تنها میشی. خب این چیز پلازما. پس برای همین میگیم که پلازما یک دانش صلحه، چون هیچی به اون زور نیست و پلازما خودش به خاطر کانسرو کردن خودش رو نگه داره، که نگاه میکنی شما تو یک اتم، تو یک نیوترون، تو همه چی این سیستم هست. یعنی هر مثالی که من بخوام میتونم برات بزنم که پلازما چه جوری خودش رو کانسرو میکنه و صلح آمیزه و این هست که ما اینو میبینیم. قشنگ متوجه شدم، ممنونم. سوال بعدی که این هستش که احتمال داره که یک سری از اجداد ما قبل از ما اونقدر پیشرفت کرده باشن که به اصطلاح از زمین مهاجرت کرده باشن. یعنی چیزی که آقای دکتر صحبت میکنن ظاهرا ما از نسل حیوانات هستیم و حالا ماهی ها و به این صورت رسیدیم، یعنی پیشرفت کردیم. حالا احتمال این هستش که اجدادی از ما قبل از ما خیلی پیشرفت کرده باشن و خارج شده باشن، حالا علومی رو به ما برسونن یا خیر، یعنی ما هنوز به اون حد نرسیدیم که به اون برسیم، یعنی مهاجرت کنیم. ببینین حتی درخت ها، حتی دونه های درخت ها راه پیدا کردن به فضا، چه برسه که به انسان های قدیمی. حتی دونه های ایشون، دونه های گیاه ها این کارو کردن، چون گیاه ها مثل ماها روح دارن. مثلا شما نگاه بکنی، گیاه ها در بیلیون ها سال تکاملشون کاری که کردن، چون گیاه ها اومدن گفتن که تو یه جای خودشونو نگر میدارن، مثل ماها دست و پا ندارن که بتونن حرکت کنن، بنابراین وابستگیشون به اونجاست. اون شیرینی میوه، چرا گیاه اومده اون شیرینی میوه رو به وجود آورده؟ که یک حیوان اون میوه رو میخوره، با خوردن اون میوه، دونه ای که تو بدن اون میره، شما نگاه کن مثلا اون میوه تو بدن هضم میشه، باز میشه، از انرژیش وارد میشه. تنها چیزیش که تو معده تاثیر اون اسیدای معده اثر نداره چیه؟ دونشه. و این پرنده یا اون حیوانی که اینو خورده، اون دونه رو پس کن رفته 10 مایل دیگه، 5 مایل دیگه، یه جای دیگه، این دونه که میفته از طریق مدفوعش، اون دوباره میشه یه گیاهی دیگه، دوره این بچه‌های اون درخت دوباره رشد میکنن. ببین این نشون داده که چقدر این گیاها از ما باهوش‌تر هستن. ببخشید اینجا ما یه ذره مشکل پیدا میکنیم که حیات با حیات فرمودی فرق میکنه، یعنی حیات زمینی با حیات خارج از زمین مسلمه فرق میکنه. آخر بحث اگر مهاجرت باشه، این مهاجرت مسلمه با موتورهای جت و سوختهای فسیلی و این حرفا که نمیتونه انجام شده باشه. یه علمی باید نه دیگه. الان ما این درس گرم 271، ما دارم صحبت سر صفر زمانی و صفر مکانی میکنیم. وقتی که ما بتونیم اینو متوجه بشیم و به اینجا برسیم، ما میتونیم خودمونو در هر جای دنیا میتونیم منیفست بکنیم، منتقل بکنیم به همون انرژی که اونجا هستش. پس این نسل قبل از ما تونسته این کارو بکنه؟ آدم های زیادی بشر به فضا رفته خیلی وقت پیش. خب یعنی پس اونها این علم رو قبلا داشتن؟ ببین شما هر تک تک ما، خب ببین بستگی داره که شما ببین مثلا این دانش پلازما، یکی مثلا این تا رتبه 5ش رو متوجه میشه. مثلا من خودم مثال میزنم، چند سال پیش من خیلی چیزایی که میخوندم اصلا نمیفهمیدم که اصلا اینا چی هست. یعنی شما، خب من کلمه‌ش رو میخونم، جمله‌ش رو میخونم، براتم میتونم قشنگ رو برات بگم، خب انگار مثل ضبط صوت، خب ولی یک فهمی توش بوده من نفهمیدم. ولی زمان که گذشته، فهمم که رفته بالا، فهمم از چه لحاظ رفته بالا؟ فهمم از لحاظ اینی که از فیزیکالیتی خودم رو جدا کردم. خب یعنی افکارم از فیزیکالیتی جدا شده. چون افکارم جدا شده و روح من ارتقا پیدا کرده، دو سال بعدش همون جمله، همون چپتر، همون سفر رو
وقتی که خوندم یک معنای دیگه‌ای بهم داده که قبلا ندیدمش، متوجه نبودم. خب پس ما این فهمی که ما داریم صحبت میکنیم این فهم اینه. پس بنابراین ما با کردار نیک، افکار نیک و حرکتی که داریم میکنیم یواش یواش میتونیم از با ارتقاء صلحمون میتونیم به این مقصد برسیم که جدا به خودمون بکنیم از فیزیکالیتی و اینو بتونیم ببینیمش. ما همیشه رو داشتیمش. پس با این تفسیر میتونیم بگیم که توی قرآن هم این صحبت هستش که میگن اگر که حساب کنی یک دریایی باشه، هر کس به سهم خودش به اندازه و حالا درک خودش، ظرفیت خودش قواسی میکنه در اون و چیزی که نیاز داره در میاره. حالا یک نفر یک ماهی در میاره، یک نفر یه نهنگ در میاره، یه نفر نمیدونم مروارید در میاره، یه نفر الماس در میاره. اینطور میتونه باشه، درسته؟ ببین همون پلازماهایی که ما صحبت میکنیم، خب پلازماها انرژی مختلفی دارن. خب وقتی که افکارت خوبه، صحبت درسته، خیانت نمی کنی، دروغ نمی گی، دزدی نمی کنی و این لایه‌های مختلف داره، چی میشه اینجا؟ شما به روحت داری غذا میدی، به روحت داری انرژی میدی. اونایی که آدم میکشن، اونایی که دزدی میکنن، اونایی که بالاخره بر خودشون همین کارا رو میکنن، اونا دارن چیکار میکنن؟ از روح خودشون میدوزن. مثلا شما اگه به روح اون شخص نگاه بکنی، مثل یک شمع که سوسو میزنه، روح اونه. ولی اونی که میاد رفتار کردارش در واقع میشه همون تصویری که خدا در ما گذاشته، خدا ایمه تصویر خدا، به همون شما میخوای انجام بدی، یعنی همه چی درست باشه، چی میشی؟ نزدیک میشی به جدایی از فیزیکالیتی که یک نقطه ایه که اون ما بهش میگیم. خب حالا فهم این، آیا شما فهم کنین 7 بیلیون آدم اینو میفهمه؟ نه. چند درصد مردم اینو میفهمن؟ اونایی که از لحاظ روح به اون نقطه رسیدن اینو میتونن درک کنن، بفهمن. مثلا خود من حتی شاید درکی قسمتهایی رو نداشته باشم هنوز، ولی در آینده بهش میفهمم. یه سری مسائل بر من باز میشه، باز شده حتی، که اصلا من نمیتونم تو این جلسه ها بیام مثلا توضیح بدم، اصلا نمیتونم بیام بیان بکنم اینا رو، برای اینکه فکر نمیکنم کسی اصلا بتونه اینا رو متوجه بشه که من اصلا چی میگم، بلکه اون چیزی که من بهش رسیدم. بله متوجه است. چیزی که یه صحبتی که من جلسه پیشم خودم اومدم صحبت کردم، با یه سری سوالاتم حالا از خانم محمدی پرسیدم، چیزی که واسه خود من سوال بود و جالب بود، من با خود شما صحبت کردم، گفتید که به هر حال ما جمع هستیم اینجا درس بگیریم، آموزش ببینیم و بریم به سال وسط بدیم این بحث رو. این برای من خیلی خود من جالبه که انگار که اصلا افرادی که کشیده میشن انگار فرا خونده شدن، یعنی باید باشن، نمیتونی، یعنی شما وقتی مثال میزنم، شما همین توضیحاتی که الان برای ما میدید ما با لذت گوش میکنیم، شما همین رو برید مثلا در یک مجتمعی، در یک کافی شاپی، در جایی که نمیدونن، شروع کنید به توضیح دادن، یا خوششون نمیاد یا پراکنده میشن. یعنی ظاهرا فقط شاید افرادی قرار میمونن که قراره بمونن، اصلا اونا هم به نوعی خودشون انگار جذب میشن. ببینی اصلا شما لازم نیست که بریم مثلا من خود من یکی از اشتباهی بزرگی که میکردم، نمیفهمیدم مثلا توی مطبم هر آدمی که میومد قبلنا تمام این چیزایی که میدونستم مثلا شروع میکردم بر همه میگفتم. اصلا کلی مریضام هم بعضی موقعا نمیبدن دیگه سر اپوینتمنتشون، من که نمیفهمیدم، فکر میکردم مثلا یک آدم دیوانه ای هستم. بعد وقتی که خودم کم کم اینو فهمیدم، اصلا لازم نیست که آدم تا موقعی که کسی از آدم سوال نکنه، مثلا مگه کسی یه کسی سوال بکنه، مثلا میگه آره من مدیتیشن میکنم مثلا اینطوری ام، بعد شروع میکنه صحبت کردن، میبینم اگه احتیاج بشه این طرف داره اصلا از من درخواست کمک میکنه، من اونجا شروع میکنم یه مقدار گفتن، ولی احتیاجی نیست، چون شما وقتی این کارو میکنید تمام اون انرژی خودت هم از دست میدین. برای اینکه ما باید توی زندگی طوری باشیم تمام دنیا، تمام کسای آدمای دنیا جزوی از ما هستن، یعنی همه دنیا یه دونه است. و همین اونایی که نمیفهمن دلیلی نیست که آدم نباشون جنگ بکنه، نه بگه مثلا شما نمیفهمی، اشکالی نداره، چون هر چی که ما خودمونو توی بتونیم با همه رابطه داشته باشیم، رابطه اینجوری نیست که مثلا چون من الان راجع به پلازما میدونم، چون توی این رشته هستم، یادم که تو پلازما نیست مثلا من اصلا نمیتونم با این صحبت کنم. 100% میتونم صحبت کنم،
چون اونم پارت یک قسمتی از خود منه، ولی اینجوری نیست که من همه رو جزء خودم میدونم. حالا صحبت راجمه ایست پلازما باشه، ولی تمامه آدم ها کم کم کشیده میشن، ولی باید به همه وقت داده بشه و بزنی همه هر جوری که دلشون میخواد زندگی کنن. یعنی آزادی باید کامل باشه و آزادی شخص باید کامل باشه، بزنی که خودشون انتخاب کنن چه کار میخوان بکنن. اگه یکی میخواد مثلا شما میدین توی مجمع یه مهمونی دعوت میشین، مثلا من یه مهمونی دعوت میشم نمیدونم صحبت کنم سر پلازما، مثلا سر چیزایی که صحبت میکنه آدم صحبت میکنه میبینه تا چقدر حدشون هست، بالاخره آدم با همه مردم میتونه با همه جور بگردونه. برای اینکه تمام آدم ها یه نفری میگفتش که این بدن منه، اون بدن شماست، ولی این زندگی، زندگی من نیست، زندگی شما، زندگی همه یکیه، یه دونه زندگی هست و 7 میلیون بدن. آقای فرشید این یه دیگه اصلا سوالم داره اگر بله بله ممنونم، ممنونم، متشکرم از تمام جوابتون، متشکرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای فرزام البته میکروفون شما در بازه، اگر سوال دارین بفرمایید. نه سوالی نداشتم، من فقط عذرخواهی میکنم من تو گرامتون اومدم، یه صحبت از آقای کچه من گوش کردم که ایشون گفتن که این تقابل میدان مغناطیسی که بین خورشید و زمین هست و حیات به وجود اومده تو خیلی از کرات دیگه تو یونیورس ممکنه باشه که هست، و گفتن که ما تازه به این دانش دست پیدا کردیم و اونا شاید 1 میلیون سال از ما جلوتر هم باشن. اینکه فرشید جان فهمودن که از اینجا مهاجرت کردن، نه ممکنه یه همچین سیستم خلقتی تو کرات دیگه باشه که ظاهرا اینجور که آقای کچه صحبت میکردن هست، در رابطه با سیستمای فرض کنید که حالا دفاعی. حتی یکی از این چیا پرسیدن که حالا شما اسپیسشیپ اینستیتو هستین چیکار به بهداشت درمان یا فرض کنید مثلا به کشاورزی یا چیزای دیگه دارین، که ایشون فهمودن که خب یه سفینه که بالا میره اون آدمایی که باهاش میخوان برن باید از نظر بهداشتی بتونن خودشون تو هر جای یونیورس هستن بتونن درمان بکنن، در ضمن اینکه بتونن غذا بخورن، در ضمن اینکه اون سفینه ما باید یه شیلد محافظتی داشته باشه و وسیله دفاعی برای دفاع کردن از خودش. یعنی همه اینا رو تو قالب پلاسما تکنولوژی ایشون فرمودن. بعد تیکه اول سوالشون هم ببخشید من تونتون صحبت میکنم، میخوام وقت زیاد نگیرم، که فرمودن خدمت خانم دکترم بابت کش فاندیشن استور، گمانم اینه که فرشید جان منظورش این بوده که ما اگه مثلا چرا فرضاً USA کش فاندیشن استور داریم چرا ایران کش فاندیشن استور نداریم؟ خب یعنی چرا اینجا محلی نداریم؟ شما اونجا که یه کسی، اگه یه کسی اونجا، مثلا من خودم تو نیویورک دیستریبیوتر هستم، یعنی من از میخرم از کش فاندیشن تو آفیسم هست، کسایی که احتیاج دارن توی مثلا امریکا اینا، مثلا تو نیویورک و اینا، اینا میتونم از من بیان مثلا آفیس من بگن براشون آسون تره. مثلا اگه توی شما بتونین رابطه بگیریم که کش فاندیشن یه کسی مثلا توی ایران مثلا بگه من میخوام دیستریبیوتور باشم، یعنی باید کلی میخوام بیارم، بعد کسایی که میخوان از من بخرن، بعد این آدم میتونه با کش فاندیشن صحبت کنه، میتونیم چطوری اینو ترتیبش رو انجام بدیم. اینو که چیزی که بعد من باهاشون صحبت کنم ببینیم چطوری کسایی که مثلا یکی مثلا حساب استان تهران، یکی تو استان شیراز، نمیدونم استان خراسان، هر کسی مثلا یه دونه دیستریبیوتور باشه که اینا مثلا میگن از کش فاندیشن، بعد مردمی که اونجا احتیاج دارن میتونین بیان بگیرن از شما. و خب اگه نوت کنین سوالم بکنین شاید بشه حالا لاینش هم درست کرد که این کارم برای اینجا انجام. بعد میخواستم بگم اگه سوال زیاد نباشه، دو تا چیز هستش که میخوام نشون بدم سر چیزای اولیه، یکی مال پنپین میخوام نشون بدم، یکی هم سر اگه مثلا توی ایران مثلا زلزله میاد، سیل میاد، مثلا تصادف میشه، چیزای فرست اید میگیم بهش، چیزای اولیه که شما بتونید استفاده کنید تو مسائل بتونید داشته باشید. که من دو تا اسلاید دارم که نمیتونم نشون بدم یا میتونم هفته دیگه نشون بدم، اگه سوالی نداشته باشید میتونم الان نشون بدم. ممنون خانم حسن جان، تو میخواست بدی؟ یکی الان ساعت 2:55 دقیقه است، ما قرار بود 3 تموم کنیم، 5 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. سو نمیدونم میخوای چی. من یه خلاصه بگم از چیزایی که ما صحبت کردیم، میتونیم اینو چند دقیقه دیگه تمومش بکنیم، بعد چون ما میخوایم روی این موضوع نگه داریم
پس همین رو همین موضوع هم میذاریم و پراکنده نباشه که بقیه هم میتونه از این استفاده کنن. یه چیزی که بود آقای کشی، ما تو همین درس 271 گفتن که اوضاع اعضای شورای جهانی و حتی شورای زمین اینها با از لحاظ کلمه با رهبرها صحبت نمی کنن، چون که اینا دسترسی دارن به روح اعضای و رهبرای زمین، اینها از طریق روحشونن که میتونن انجام بدن، از روحشون میتونن تأثیر بذارن و روح اونا رو بیارن بالا که رهبرا کار درست انجام بدن. از این طریق شما میتونید شرایط عوض بکنید. چیزی که هست، ما خب حرکتمون احتیاج نیست فیزیکی باشه، یه آدم یک بره چی میگن، شما خود روحت از طریق روحت خیلی میتونی بیشتر کار انجام بدی. وقتی آدم روح شفاف باشه و روحش قوی باشه، اون روح انرژی که داره در نسبت به روح‌های دیگه، وقتی که شما مثل خورشید هستین، مثل اونه که تو کره زمین شما هزار تا خورشید داشته باشین، اینا دائما دارن به بقیه انرژی میدن. یکی اینو می‌خواستم بگم. و البته این همین، البته یه موضوع دیگه کاتب به ذهنم نمیاد ولی مهم بود که اینو بگم، شاید در جلسه بعدی اینو بیایم باز کنیم. اوکی. من پس این اسلاید مال فرست اید رو نشون میدم. اوکی. اسلاید ها رو برای شهزاد جان فرستادم که اینا ترجمه بکنم که در دسترس همه باشه. حالا من میتونم برای اینکه نشون بدم باید شیر کنم حسن جان؟ من حالا استاپ شیر میکنم. آماده من استاپ میکنم. استاپ شیرینگ. آماده هستی؟ آره من آمادم، یعنی من باید شیر تو استاپ کنم. آره من، آره من استاپ میکنم، شما شیر. حسن جان میتونی okay. بگو. آره میبینیم. آره بگو. اوکی okay. خب اینو که میبینین این مال چیزای اولی است، فرست اید بهش میگیم، که مثلا اگه مثلا یه پشه بگزتتون، یا مثلا برای دندون در هایجین، برای اینکه فلو گرفتین، برای ازما، برای گنسه که ایتویشن، مثلا اگه پوستتون اینفکشن داره یه مقدر، برای اینکه چیکار بکنین، بعد مثلا برای دمیجایی که توی بدن میشه، مثلا توی بدن هست، مثلا حساب کنم یه خونی زمین روی بدن چیزی نیست ولی توی بدن حسابی چیز شده، ضربه خورده، یه مثلا اگه استخون شکسته مثلا چطوری، مثلا استخون شکسته رو اینجا نگاه میکنین نمیشه، مثلا CO2 دو، یعنی CO2 گنسش دو، نمیشه کاپر گنس 3-4، کلسیوم گنس نمیشه 1-2، CH3 نمیشه 1، بعد امینو اسید نوشته 1. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر از این گنس رو برمیداری دو قسمت، مثلا اگه 2 تا ML CO2 برمیداری 4 تا ML کاپر گنس برمیداری، 2 تا ML کلسیوم گنس برمیداری، 1 ML CH3 برمیداری و 1 دونه ML هم امینو اسید میذاری. یعنی 1 قطره برمیداری 2 قطره CO2 برمیداری، 4 قطعه کاپ بند. این طوری هستش که برداشته میشه. مثلا برای اگه سر، یا مثلا سرتون میخوره زمین، مثلا مغز اینجوری هستش، مثلا حساب کن یه جه زلزله شده، شما چیزی در دسترسی ندارید، نه دوایی هست نه دکتری هست، هیچی. مثلا شما تو خونتون گنس درست کردین، مثلا حساب کن توی شهری زلزله شده، مثلا حساب کن 100 خانواده گنس داره، شما میتونی به اینا برین کمک کنین. مثلا الان تو ایران کلی سیل اومده جای مختلف، مثلا اون قسمتی که سیل زده شده، مثلا این آدم ها از لحاظ احساسی خیلی بهشون ضربه میخوره، مثلا همون کشیدن زینگنس توی مثلا توی یه دونه بذارن و پوش کنن که خیلی خوبه. این یکیشه. حالا بعدیش من ها آیدی دقیقش داشته باشم. آره دومیشو میبینی حسن جان؟ میبینم.
اوکی، همون صفحه اوله. عوض نشده؟ نه این عوض نشده. اینو باید استاپ شیرینگ بکنی، صفحه دوم باید شیر بکنی اگر توی پاورپوینت پریزنتیشن نیست. اوکی، باید استاپ شیر بکنم. اوکی. صفحه دوم بعد باید. بس که چه فایل چجوری باشه. اوکی، بذار استاپ شیر بکنم. استاپ شیر بعد صفحه دوم دوباره. حالا میبینی؟ آره، صفحه دوم میبینم. اوکی، اینم قسمت دومیشه که اینم نگاه میکنین بازم نشون میده که مثلا CO2 برای چی خوبه، کاپر برای چی خوبه، CH3 برای چی خوبه، زینک، گنس برای چی خوبه، کلسیوم برای چی خوبه. بعد طرز درست کردنش یه قسمت کوچیکی نشون میده مثلا چه متالیو بذارین، آبش چی باشه. بعد این قسمت پایین سیستم نشون میده، مثلا سیستم اسپری. مثلا شما اگه مثلا میرین بیرون یه دونه باطل کوچولو مثلا اسپری CO2 با خودتون باشی، یه مقدار مثلا محیط خوب نیست، میتونین همون گنس آب و CO2 به خودتون اسپری کنین، تمام از لحاظ احساسی خستگیتون از بین میبره. مثلا نشون میده مثلا با نفس کشیدن، با خوردن، با نوشیدن، با مثلا توی وان همون بودن، یا مثلا بین دستگاه پلازمایی وایسودن، یا مثلا توی داینامیک ریاکتور که درست میکنین، وقتی که شما 3 داینامیک ریاکتور درست کنین توش گنس بذارین وسطش مثلا بشینین، اصلا فیلدش رو میتونین احساس کنین، مثلا احساستون بهتر میشه. بعد همون مسئله رو باز اینجا یه مقدار توضیح داده سر اینکه مثلا اگه استخون شکسته باشه، اگه پوست مثلا زخم شده باشه، اگه مثلا سرتون به ضربه خورده باشه، یا مثلا اگه توی یه قسمتی هستین که مثلا چیزای رادیواکتیو هست، میتونین چجوری از این محافظت کنین. بعد اینو من برای شهرزاد جان فرستادم که ایشون بتونن براتون اینو ترجمه کنن، بعد توی برای کسایی که اجدادن برای همه بزنین دسترسیشون باشه. بعد اگه کسی سوال داره سر این چیزا میتونن باز هفته دیگه باز بیان سوال کنن. اوکی حسن جان. خب پس میرسیم به آخر این ورکشاپمون. و حالا راجع به سوال که ما صحبت کردیم، البته درس‌های خیلی زیادی سر این هست. خب ورکشاپ‌های خیلی زیادی بوده، شاید بگم حدود 20 ورکشاپ از گذشته هست که میتونیم اینا رو بیاریم و ارائه بکنیم. حالا البته سعی می‌کنیم از هر دوش و ببینیم که شما تقاضا چی بوده اونا. یه چند تا ورکشاپ سر البته قرار بود ما سر این الکترومگنتیک و پلازماتیک مگنتیک فیلد صحبت بکنیم که انشاءالله هفته آینده بتونیم اینو ارائه بدیم براتون. و یه سری سوالای دیگه بود که برای من فرستادن که اینا رو من هفته دیگه جواب میدم، که بیشتر سر همون بازگنس و پلازما و نانوکودینگ و اینا هستش به طور کلی و یه خواسته های بوده که اینا من در هفته آینده باز اینا رو مرور میکنیم و جوابا رو میدیم. خواهش میکنم این 271 هفته گذشته و این هفته رو گوش کنین و دقت بکنین که باز به طور کلی بتونین بفهمین، که اگر باز خواستین میتونین به خانم محمدی بگین اگر تقاضا باشه، ما میتونیم باز راجع به صلح روح بیایم بیشتر صحبت کنیم سر کربن 14 کربن. چند تا ورکشاپ بوده آقای کشی سری صحبت کردن. همین و خیلی متشکرم از وقتتون. آزاد جان چیزی میخواستی بگیم؟ میخواستم بگم که کسایی که یه دونه آمار شما بگیریم ببینید چند نفر از شما میخواین مرگ رفت درست کنیم.
و این جلسه بعد که میشه به ما یه آمار بدین که چند نفر علاقمندن که مقرب درست کنن که ما اینو بتونیم یعنی ترتیبش رو بدیم به شما نشون بدیم و اینا. اگه لطف کنی این کارو بکنی خیلی ممنون میشه. خب شهزا جان چیزی میخواستی شما اضافه کنی؟ نه بسیار عالی بود، ببخشید من فیلتر شکن مشکل داشتیم. به هر حال ممنون از وقتی که گذاشتین، متشکرم آقای بوجاران، خانم دکتر آذر، بسیار بسیار ممنون از همگی. خواهش میکنم، وظیفه همونه. خیلی متشکر شهزاد خانم، خیلی متشکر از شما، ممنونم، شب شما بخیر. همچنین تشکر از همه برای وقتتون که اومدین و با سوالای خوب، به امید باز گرد همایی در مانده هفته دیگه. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. مرسی.